سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه جهانی هستید. کوروش کبیر منشور حقوق بشر را برای برقراری آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی انتخاب و آزادی یکسان زیستن با هم را برای جهانیان به ارمغان کنم. من فرزند سرزمین فردوسی، سعدی، مولانا، حافظ، خیام، رازی، بوعلی سینا، فارابی، نیما، فروغ، شاملو و دیگر زنان و بزرگمردان افتخارآفرین هستند. سرزمینی که سرلوحه زندگی مردمانش پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک است. مهد مهر، صلح و نیکی. سرزمینی سرشار از نعمت‌های خدادادی و ثروت‌های ملی. از آن مردمانی هستم که بیش از یک سده قرض برای رسیدن به حقوق انسانی و سیاسی خود بیشترین بیدادگری و ستم توسط حاکمان تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی هستم. حکومتی که به نام دین و معنویت بر مردمان سرزمین من ستم می کنم. ستای هیچ مخالفی را تحمل نمی کنم. اعدام های گسترده و خیابانی می کند، سنگسار می کند و تجاوز و شکنجه را امری مقدس می شمارد. حکومتی که حقوق اولیه و انسانی زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی عقیدتی را سرکوب می کند. روزنامه نگران، وکلا و فعالان حقوق بشر را به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت و تهدید می‌کند. حکومتی که نه تنها فرزندان برومند میهنم را ناجوانمردانه قتل عام می‌کند، بلکه صدای دادخواهی مادران داغدیده را نیز خاموش می‌کند. حکومتی که مقام دانشگاه و دانشجو را تخریب و تضعیف می‌کند، علم زدایی می‌کند، تمدن کشی می‌کند، آزادی های اساسی را سلب می کند، پوشش را اجباری می کند، زنان را جنس دوم می پندارد، حقوق اقوام، دیگر ادیان و دیگر اندیشان را پایمال می کند. حکومتی که فرهنگ خشونت، خرافه و تبعیض را پیشه راه خود نموده و انتقام جویی را در سطح جامعه تحقیق می‌دهد. حکومتی که با خفقان شدید، فقر گسترده و گرانی‌های کمرشکن، اعتیاد و فحشا میلیون‌ها ایرانی را آواره و راهی دیگر کشورها نموده، در حالی که ثروت‌های ملی را در راه تروریسم حیف و میل می‌کند و هویت و آبروی ملت بزرگ ایران را بدنام و بی‌اعتبار می‌سازد. و در نهایت با نادیده گرفتن معاهدات بین‌المللی، ایران این مرز پرگوهر را در جامعه بین‌المللی منزوی نموده و با خطر حمله نظامی روبرو کرده است. آقای علی خامنه‌ای، ولی مطلق و حاکم مستبد جمهوری اسلامی که حکم او فراتر از قانون اساسی و رأی مردم است، در نقض مستمر حقوق بشر و سرکوب حقوق اساسی شهروندان ایران، ایجاد و ترویج فساد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نقش اصلی و اساسی داشته است. من آقای علی خامنه‌ای را
به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و حقوق اساسی زندانیان سیاسی عقیدتی و به علت جنایت علیه بشریت متهم می کنند. افسران کشورهای عضو شورای امنیت و نهادهای زیرفت سازمان ملل قاطعانه درخواست می کنند تا برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی عقیدتی و مدنی اقدامات مؤثر و ضروری را با استفاده از اهرم‌های اجرایی بین‌المللی علیه آقای علی خامنه‌ای ولی مطلقه فقیه حاکم بر ایران به عمل آورد. من از جامعه بین‌المللی می‌خواهم تا صدای دردمند زندانیان آزادی‌خواه و فریاد دادخواهی خانواده‌های جان‌باختگان ایران را بشنوم و از خواست عدالت‌خواهانه مردم کشورم حمایت نماید. بر این باور هستم که برقراری دموکراسی و حاکمیت مردم بر مردم در ایران به نفع صلح جهانی خواهد بود. همینم زمان پر کردن فاصله هایی که این نظام ایجاد کرده فرا رسیده است. زمان حکومت استبدادی یک نفره به پایان رسیده است. زمان حرکت شکوهمند به سوی آزادی ایران و حاکمیت و سرنوشت خویش فرا رسیده است. قهرمان تاریخ فردای ایران آزاد ما مردم ایران هستیم. ما مردم ایران هستیم. تا آزادی تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی از پای نخواهند نشست. به ایران ما سوگند با شما و در کنار شما برای رسیدن به آزادی، حقوق بشر، انتخابات آزاد و برقراری دموکراسی تا آخرین نفس مبارزه خواهم کرد. نور بر تاریکی پیروز است. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. بله بینندگان عزیز، این سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی بود که در اون آقای علی خامنه‌ای رو اطلاع دادن که به دادگاه بین المللی لاهه فرا خواندند و دادخواست علیهشون دادند و یا در حال دادن هستند، برای اینکه آقای علی خامنه‌ای هم مثل رئیس جمهور سودان و بسیاری از مقامات دیگر به این دادگاه کشونده بشن و بر حال اعمال جنایت آمیزی رو که انجام دادن مورد بررسی قرار بگیره. و ما میهمان گرانقدر برنامه امروز من در یک بحث داغ درباره عرصه دموکراسی در ایران کسی نیست جز استاد بهرام مشیری. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. سلام کنم خدمت شما، خدمت هموطنان گرامی، همزبانان در هر جایی که هستن. جناب مشیری، فکر میکنید که این حرکتی که شاهزاده رضا پهلوی شروع کرده از نظر دادن دادخواست به دادگاه بین المللی لاهه میتونه مورد تایید قشرهای وسیعی باشه؟ آیا ما میتونیم این رو تایید کنیم و به دنبال این حرکت، یعنی از حرکت دادن اعلام جرم علیه خامنه‌ای حمایت بکنیم؟ و حتما آقای فرزنده، 100% در واقع اقدام خیلی خوبی بوده، گرچه نتیجه نخواهد داشت. بله. اما به لحاظ شاید تضعیف روحی اون آدمی که در ایران نشسته و در واقع قدرت مطلق کشور هست، همونطور که پدر مرحوم ایشون بود. بله. خوبه، مردم هم باید پشتیبانی کنند. منم خیلی خوشحالم همچین کاری شده، به شرطی که عرض کنم که فقط نمیدونم اطلاعی اینجوری نباشه، باعثی که وکلا باشن، باعثی کسانی باشن. از کنم که البته فراموش نکنیم که آقای علی خامنه‌ای محکوم دادگاه میکنوس هست. بس. در اون قتل فجیع و اون جنایت واقعا شگفت‌انگیز آقای علی خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، آقای فلاحیان و محسن رضایی، اینها
مقامهاشون گفتن نامهاشون رو نبرین در حکم محکومیت، اما هستن محکوم شدن. بله تمام دنیا میدونن که اینها جنایته، ولی بسیار اقدام خوبی بوده. امیدوارم که به نتیجه بله. برسه، امیدوارم که واقعا پرونده باز بشه. بله بله ولی اول همونطور که شما گفتید در نظر تضعیف این قدرت مطلقه موریان خورده بله، در ایران. بله، بله، بله. چون من فکر نمی کنم این قدرت مطلقهی که الان در ایران هست واقعا قدرت مطلقه همچین قرص محکمی باشه. کاخ موریان خورده بله کاملا به فساد رفته، بله در حال فرو ریختنه به نظر منتظر لگد ملته. بله بله مدت هاست منتظر لگد ملته. در واقع یک کسی می گفت این جنازه ایست که بایستی حمل بشود به قبرستان، و این تعبیر بدی نبود، درست فرمایید، منتظر یک لگدی. خب برگردیم سر بحثی که مدت ها من از شما درخواست کرده بودم در اون باره با هم صحبت بکنیم ولی فرصتش نمیشد و خوشحالم. راستی کتابتون به کجا رسید؟ عرض میکنم که اتفاقا دیشب من تو ساعت 6 بیدار بودم، مشغول هستم. کی بالاخره میاد؟ قرار بود بیاد بیرون. بله این از این قرارها در این باب نمیشود گذاشت آقای فرزنده. مرتب شما جلو میرید، چیزای جدید پیش میاد، مشکلات زیاد از کار خیلی سخت هست. امیدوارم یکی دو ماه دیگه بتونم. بله ولی امیدوارم این یکی دو ماه مانع از این نشه که ما هر وقت که مسئله پیش اومد شما رو نداشته باشیم بهانه‌تون این باشه که مشغول کتاب. بخیر همیشه خدمتتون. خب جناب مشیری به امروز نگاه بکنیم ببینیم که ملت ما ملتی است که حدود 150 ساله برای یه آرمانی به عنوان آزادی و عدالت اجتماعی، در واقع دموکراسی اعتباری که یکی از شاخصاش هست، تلاش کرده، ولی پیشرفت ما خیلی مناسب نبوده با بله. کاری که کردیم بله. ممکنه بفرمایید یک اولا این مفاهیم رو تعریف کنیم بله. وقتی میگیم که در انقلاب مشروطیت ایران مردم ایران دنبال آزادی و عدالت اجتماعی بودن، این مفاهیم رو تعریف کنیم، مفهوم دموکراسی رو تعریف کنیم و بعد ببینیم مشکل ما در کجاست. بله مشکل زیاد داریم. خیلی از شما عرض میکنم، خیلی خوب اشاره فرمودید. ببینید ما هر مطلبی رو که میخواییم به بحث و مناظره بگذاریم واسه حتما اینا رو تعریف کنیم. آقای فرزند ما صحبت میکنیم بدونی که بدانیم راجع به چی صحبت میکنیم. فرض میگوییم که دیوار، وقتی بخوان دیوار رو تعریف کنیم میبینیم یک در واقع یک پدیده ملموسی است و این سخن ما داره یک مضمون واقعی است. مثلث فرض کنید یا شخص اتومبیل، این مصطلحات باعث تعریف بشن. در واقع بعض مصطلحات رو ما در واقع صحبت می‌کنیم داره هیچ مضمون واقعی نیستن. مثلا ما میگیم بهشت، این بهشت قابل تعریف نیست، هیچ مضمون واقعی نداره. نمیدانم روح، جهنم، اینا هیچ مضمون واقعی نداره. اگر ما وارد تعریف اینها بشویم در بیابیم که به تناقض برخورد میکنیم. بنابراین بهتر است که وقتی میخواییم در باب مطلبی صحبت کنیم اینها رو تعریف کنیم. برمیگردیم سر دموکراسی. دموکراسی در واقع من شنیدم حتی بعضی دوستان در تحصیل کرده و فرزانه ما میگن یا دموکراسی یا دموکراسی، اینا نیست. در واقع این همونطور که بنده به کرات و مرات گفتم و توضیح دادم، امیدوارم برای بعض هموطنان تکرارش ملال‌آور نباشد، که این نه دموکراسی است آقای فرزنده، نه دموکراسی است. این ترکیبی است از دو واژه یونانی به هم چسبیده، اسم مرکبی. دمو و کراسی. دموس یعنی مردم، کراتین یعنی به حکومت. بنابراین وقتی ترکیب شده در طول زمان شده است دموکراسی. دمو یعنی مردم، همه چیز برمیگرده به دمو. اصلا قضیه سر قضیه دمو هست. دمو یعنی مردم، میگوییم دموگاگری. دموگاگری یعنی مردم فریبی. فکر میکنم فرانسوی گفتن دماغوشی. یا دموگرافی یعنی جمعیت شناسی. اینا هر واژه‌ای که سرش دمو هست معمولا یعنی چی؟ یعنی مردم، راجع است به مردم. و واژه یونانی است. بیشتر مصطلحاتی که امروز با به کار می‌بریم یونانی هست. ما میگیم اولیگارشی، اریستوکراسی، اینا همه مونارکی، اینا همه واژه‌های یونانی هستن. به جهتی تمدن یونان این قضایا رو تولید کرده بود و دموکراسی ابتدا در یونان به وجود آمده، یعنی در واقع بعد از حمله ایرانیان، حمله دوم ایرانیان به یونان و عقب نشینی ایرانیان. عرض می‌کنم داریوش
در واقع مردم پایین طبقات عوام شرکت کرده بودند در جنگ و بعد سهمی در دولت و حکومت می‌خواستند. فیلسوفان بودند، اینها به لحاظ نظری خیلی قوی بودند، آمدند و یک دموکراسی در یونان به وجود آوردند. در آتن، دموکراسی آتن قریب 70 سال طول کشیده، بهترین نوع دموکراسی در جهان بوده است تا به امروز از بعض جهات، از بعض جهات هم ضعف داشته. یعنی فرض فرمایید هر کسی میخواسته یک شغل دولتی داشته باشه، پشت یک میزی باشد، حتما بایستی منتخب مردم بوده، اما متاسفانه زنان و بردگان رو اجازه رأی دادن نمیدادن. این است که ضعفش در اینجا بوده. بعد ما میرسیم به دوره‌های در واقع روم، امپراتوری روم. امپراتوری روم هم برداشت ها کردن از امپراتوری یونان. در واقع اینها یک مجلسی داشتن، مجلس مثل مجلس لردا از اشراف، و اینها دارای قوانین بودن، و بعد یک اسمبلی، یک مجلسی برای عوام هم درست کردن در روم، و این قضایا رو تا مدت ها دنبال میکردن تا ما میرسیم به روزگار علاوه کنم قرون وسطا که همه چیز زیر سیطره دین رفته تا روزگار انگلیس به سال 1215 هست که سخن از پارلمان شد در انگلیس و در واقع محدود کردن قدرت پادشاه خیلی مهمه. 1215 و بعد عرض میکنن که یک قانون بزرگی رو به امضا رسوندن به سال 1289 بعد از اون که در واقع انقلاب شکوهمند انگلیس گفته میشه که پادشاه نمیتواند به اختیار خودش عرض کنم که مالیات جمع آوری کند و اختیار دست مردم است، که این سرانجام منجر شده است به دموکراسی انگلیس با وضعیتی که امروز هست. بنابراین عرض کنم که سابقش قدیمه. و بعد میرسیم روزگار قرن 17 هم. قرن 17 هم مهمترین قرون در تاریخ اروپا است. در واقع عصر استدلال و عقل هست، روزگار گسترش عقل هست آقای فروزنده. در اونجاست که ما در واقع فیلسوفان سیاسی اندیش داریم. بزرگترین اینها جان لاک، آقای لاک آمد و گفت آقا دیکتاتوری در واقع در تناقض میفته در عمل، بنابراین پادشاهی دیکتاتوری یا شاه جواب مشکلات جامعه نخواهد بود. و اون آمد و حقوق انسان رو، حقوق طبیعی انسان رو مطرح کرد. یعنی انسان به طور طبیعی در این دنیای خاکی صاحب حقه. حقوقش رو هم او معلوم کرد، گفت که عرض کنم که مردم در واقع مسلط هستن به جانهاشون و آزادیشون و پراپرتی در واقع مالکیت، که بعد البته این مالکیت رو به جان آزادی هم تعمیم دادن فیلسوفان. و روسا آمد و لاک میگوید که بایستی چنین دو میگوید که اساسا ما دولت نیاز نداریم، دولت اساسا امر غیر طبیعی است، خیلی امر غیر طبیعی است، اما برای که انسان ها بتوانن از این سه مورد دفاع بکنند، یعنی جانشون و آزادیشون و اموالشون، اینها دولت تشکیل میدن. و این دولت جز یک قرارداد اجتماعی نیست، یعنی مردم میان قرارداد میکنن، آقا قرارداد مثل خرید و فروش، که یک کسی یک دولتی بر اونا حکومت بکند و بعد عرض میکنم که هر موقع نخواهد فسخ بکند قرارداد رو. یعنی در واقع پدر لیبرالیسم مغرب و دموکراسی آمریکا آقای جان لاک هست در اون اعلامیه استقلال که میگوید ما مردم، و بعد میگوید که آدم ها با حقوق مساوی خلق شده اند. آقای تامس جفرسون اینها رو مستقیم از جان لاک گرفته. و روسو خیلی مهم بوده، ولتر خیلی مهم بوده، مونتسکیو خیلی مهم بوده، اینها آمدن و عرض کنم که این اون چیزی که ما لیبرالیسم میگوییم و دموکراسی. میخوام خدمت هموطنان عرض کنم که هموطنان خیلی دینی که عرض کنم که تبلیغات ملایان میگوید که آقا این دموکراسی چیز غربی است، آقا این دموکراسی، ما هرگز نمیگوییم اتومبیل غربی است، هرگز نمیگوییم قرص ساریدون، نمیدونم قرص آسپرین غربی است، نخورید. این یک پدیده انسانی بوده برای صیانت از حقوق و شرافت انسانی، حکومت مردم از مردم برای مردم به وسیله مردم. در واقع این عرصه بود که ابتدا در آمریکا به وجود آمد، انقلاب آمریکا حاصل در واقع تجارب تلخ قرون وسطا بود و حاصل در واقع
در واقع فیلسوف سیاسی اندیشان اروپا بود، در اینجا ما که امروز قدیم ترین دموکراسی جهان آمریکاست، و بعد هم انقلاب کبیر فرانسه است. و هر شبت که گسترش دموکراسی در جهان تا روزگار در واقع قرن 19 هم، قرن 19 هم قرن گسترش دموکراسی هست، تقریبا همه اروپای غربی اینا دموکرات شدن. بعد این استکاک‌هایی که بر اثر در واقع منافع استعمارگران بود و خیلی جریانات دیگر سبب بازگشت به دوره‌های استبداد هست تا 1945 که دوباره گرایش دموکراتیک بوده. مملکت ما هم در واقع از پس لرزه‌های انقلاب کبیر فرانسه بود که بیدار شده و از روزگار ناصرالدین شاه به این سو تلاش پیگیر و مداوم برای حاکمیت ملت و گسترش عدالت در مملکت ما که ما همچنان ناکام مانده. خیلی متشکرم از این توضیحات کلی که فرمودید. ولی چرا ما ناکام موندیم؟ یعنی عامل اصلی بازدارنده چیه در این حرکتی که در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطیت آغاز میشه ولی ما این توفیق رو پیدا نمی کنیم؟ آیا رژیم های استبدادی مانع تحقق دموکراسی در ایران بودن؟ آیا یه چیزی بالاتر از اونها یعنی مذهب در ایران عامل بازدارنده بوده؟ تمایل مردم بوده؟ این کجا بوده؟ این بله. مشکل در کجاست؟ ما اگه بخوایم آقای فروزند اینجا در باب مسائل نظری صحبت کنیم یک چیز خیلی مشکلی میشه این داستان دموکراسی. یعنی عرض کنم که آدم دموکرات چگونه عمل میکند، نگاه دموکراتیک به جهان چگونه است. اما اگه بخوایم از دیدگاه عملی عرض کنیم، امر خیلی مشکلی هم نیست، اما در مملکت ما دچار اشکال شده است به چند دلیل. یکی اون که دو بنگاه مخالف آزادی در مملکت ما مستقر بوده برای قرنها، یعنی هیچ پدیده‌ای در کشور ما نهادینه نشده بوده است جز این دو بنگاه. این دو بنگاه، یکی بنگاه سلطنت بوده، یکی بنگاه دین. بنگاه سلطنت و بنگاه دین، اینها در واقع شما به میتولوژی ایران که نگاه کنیم، یعنی شاهکار حکیم توس رستم و اسفندیار هست، ببینیم اسفندیار یک آدمی است اصولا به استدلال گوش نمی کنه، حرف خودش رو میزنه، به جهتی که نماینده این دو بنگاه هست، هم قهرمان دین هست، دین بهی رو گسترش داده، هم فرزند شاه هست، به هیچ یک از این استدلال های نیرومند و انسانی رستم توجه نمی کنه. باری این دو بنگاه در مملکت ما مخالف دموکراسی بوده، در واقع صد راه آزادی بوده، و زمان رسید که زیر سیطره روشن فکران و در واقع تردد این چاهان قاجار به خارج و اینها، عرض کنم این حکومت پادشاهی گفت آقا اشکالی ندارد، مرحوم مظفرالدین شاه با این کار نام نیکی از خودش به یادگار گذاشت و در واقع فرمان تشکیل عدالتخانه و مشروطه رو امضا کرد. اما به طور کل عرض میکنم که در ذهنیت ما این استبداد تاریخی تأثیر گذاشته. این رو خواهم خدمت شما عرض کنم دیگه. من فکر کنم بسیاری از ما یک شاهی در خودمون داریم، یعنی مناسبات ما با هم دموکراتیک نیست. شما وقتی صحبت میکنید با بعضی هموطنان میگوید اگر من یک کاری میشدم میدادم این آخوندها رو آویزون کنن به نمیدونم درخت های خیابون پهلوی. این من یک کاری میشم یعنی اگر من شاه میشدم، معنیش اینه. یعنی در سایکی ما این داستان شاه وجود داره، وجود داشته، با اینکه به هر صورت امروز برافتاده. گرچه به نظر من از لحاظ عملی سلطنت سقوط نکرده، سلطنت هست، شیوهش تغییر کرده، لباسا تغییر کرده، هست سلطه و سلطنت هست. یکی بنگاه دین بوده آقای فرزنده. بنگاه ما شرقی ها مخترع استبداد و نگهدارنده استبداد بوده، کمایی که امروز هم مشکل داریم. بنگاه دین بزرگترین مزاحم و بزرگترین صدر راه آزادی انسان به طور کل هست تا چه رسد به دموکراسی، یعنی به خصوص آیین حنیف اسلام که آمده است با یک قاطعیت در واقع تزلزل ناپذیری میگوید این کتابی که ما داریم اینا از آسمان آمده و قوانین ازلی و ابدی در این کتاب آمده است تا
تا روز قیامت که امر محمدی است قابل تعریف نیست، بایستی که ما به این کتاب عمل بکنیم و قانون نویسی توسط انسان که اصل دموکراسی است جعل قانون است و این قوانین در اینجا هست و ما بایستی اینها رو تحمیل بکنیم در واقع. و این اسلام عزیز هر جا که رسیده پایه های آزادی رو خشک کرده آقای فرزند. یعنی شما نگاه کنید این حرکت هایی که به وجود آمده برای اولین بار هست در تاریخ، یعنی نزد یک انسان حقیقتاً معتقد به قرآن و قوانین اسلام پای گذاشتن از این بیرون از این دایره گناه کبیره است. متزلزل این آدم، این گروهی که میگوین ملی مذهبی، این آدمایی هستند که فقط از فرط تزلزل اسمش گذاشتن ملی مذهبی. ملی مذهبی چه معنی داره؟ تو مذهبت متعلق به خودت، ببرش منزل، برای چی اصلا ابراز میکنی که چه دینی داری؟ آدم دموکرات این کارو نمیکنه. بنابراین ملایان به خصوص در فلسفه سیاسی شیعه این بسیار بدتر از اهل تسنن هم هست، چون اهل تسنن بر این هستند که محمد فرستاده خدا بوده آمده و در واقع پیامش قرآن بوده آمده و این چهار خلیفه هم بودن و اون که لایقتر و اون که داناتر و اون که فاضلتر است باید پیشوای مسلمه بشه. فلسفه شیعه غیر از اینه، این غیر دموکراتیک ترین اندیشه های دینی در عالم اسلام هست که شعبش بسیاره، فکر میکنم 120 نوع فقط ما شیعه داشتیم. میگوید محمد که آمده خداوند پادشاهی آسمان ها و زمین رو داده است به محمد ابن عبدالله و او قبل از این که فوت بکند همش هم جعل میکنند، در واقع کلهم دروغ. آمده است و جفر اویز و جفر احمد دوتا کیسه بودن داده است و علی در اینها شمشیر ذوالفقار بوده و زبور بوده و قرآن بوده و تورات بوده و هم چه بوده و حاکمیت جهان رو داده به علی، علی هم داده به حسن و حسین، همینجوری اینها حاکمیت جهان و امال اینها بوده تا رسیده به امان یازدهم. و بعد که اون آقا غیب شده است اون حاکمیت مال ما آخوندهاست، تا زمانی که اون عرض کنم که ظهور بکند ما کلید حاکمیت جهان رو بدهیم به اون آقا. این فلسفه اینهاست اساسا. به خاطر همین هم هست که در روزگار مشروطه متشرعین بودند که بر این بودند که در واقع وکالت عامه حرام هست. ما هستیم، ما وکیل امام زمان هستیم، هستیم مثلا وکیل انتخاب کردن چه معنی داره؟ این هست که غیر دموکراتیک ترین نوع تفکر همین آخوندهای شیعه است. و از روزگار ابوبکر ببینید در تاریخ عرب یک انتخابات دموکراتیک شده به همون شیوه که بود، اونم موضوع سقیفه، سقیفه بنی ساعده که بعد از فوت محمد آمدند و گفتند یکی سی انتخاب کنید، آمدند اعراب به ابوبکر که شیخ بزرگی بود، یار قار رسول بود، مرد ملایمی بود، در راه اسلام دل داده بود و مال داده بود، بین آقا اینها میگن اون جعل بوده. در واقع این یک این تنها انتخابات رو هم اینها جعل میدانن، اساسا لعنشون و سبشون و تکفیرشون و تفسیقشون از اهل تسنن بیشتر به خاطر همین ببخشید به خاطر همین انتخابات ابوبکر بوده. بنابراین اینها از ابتدا بر این بودن که ما از روز اول حاکمان جهان بوده ایم، حق ما رو خوردن و تمام سلاطینی که بر کل مناطق حکومت کردن اینها قاسبین عرض کنم که حاکمیت علی و پسراش بودن. این بزرگترین سد راه است. امروز هم مردم ما را از دموکراسی میترسانند، در واقع در صحبت هاشون در کسانی که عرض کنم برای اینها کار میکنن مثل همین نام نمیبرم اینها که این دموکراسی مرز امنیتی انگلیس است. آقا دموکراسی یه چیز خیلی خیلی وحشتناک و عجب غریبی نیست، یعنی آقا این سرزمین متعلق به این مردم، طبیعتاً حاکمیتش هم متعلق به این مردم است. بنابراین دو گرفتاری بزرگ که ما داشتیم، یکیش مقاومت دستگاه سلطنت بود، یکیش هم مقاومت دین که امروز هم هست که وقتی هم که البته مشروطه آمد و مجلس آمد و عرض کنم مردم خوشحال شدن و قانون اساسی تحریف شد و عرض کنم متمماش آمد و این حرف ها، خب به هر صورت اما مملکت ما دچار گرفتاری بسیار بود، جنگ جهانی اول مملکت ما تسخیر کرده بودن، دموکراسی خیلی نوپا و ضعیفی بود. دموکراسی در هر جامعه به مثابه یک کودک نوزاد هست که بایستی
به این رسیدگی کرد، نگهداری کرد، سیانت کرد تا یک روزی که بتواند روی پای خودش بیسته. هنوز در فرانسه و جاهای دیگر به محض که یک کشیشی میخواد اظهار نظری بکند، که من مواردش دیدم که به سیاست و دخالت دین است، فریاد مردم بلند میشه که اینا دارن بر میگردن بعد از بیشتر از 200 سال. و در همین آمریکا در یکی از این شهرها که از خاطرم رفته، یک لوحه‌ای بود نزدیک دادگاه بود، اونجا ده فرمان موسی رو نوشته بودن. مردم آمدن گفتن آقا ما تحمل نمی کنیم این لوحه نزدیک دادگاه باشه. مملکت ما یک مملکت سکولاریست، یعنی حاکمیت آخوند از حکومت جداست، نداریم حکومت، ما تحمل نمی کنیم. شکایت کردن، بردن دادگاه، بلدوزر آوردن و کندن اون لوحه رو، همین حرفایی که به موسی منتسب میکنن، همون ده فرمان رو تحمل نمی کنیم. یعنی مردم اینجا بعد از بیشتر از دو قرن هنوز دارن از سیانت میکنن. به منزی که آقای نیکسون یک تقلبی کرد در کار انتخابات، موضوع نبود که این مرد کی هست و نیست، موضوع بود که در دموکراسی ما میخوان از دست ما بگیرن. این کار دموکراتیک نبوده، دارن سیانت میکنن. ما هنوز مجلس دو سه مجلس تشکیل نداده، ما رفتیم منزل خود ما، یعنی رجالی که بودن که میدانستن و میفهمیدن بیشتر فکر آبروشون بودن تا فکر آزادی مملکت. بعد انگلیس ها دخالت کردن، یک مرد توانای اومد پاش کوبید به زمین با یک عده قزاق و گفت من حکم میکنم، و بعد دموکراسی خدا حافظ دیگه. تمام روزنامه ها رو بستن، آزادی خواهان رو یا کشتن یا فراری دادن، و یک وحشت خارق العاده ای بر مردم ساکن کردن در اون دوره 16 سال که قبلش هم البته شغل دیگری داشت ایشون تا 1920، این تاریخش خیلی معلومه. بعد انگلیس ها به ایران حمله کردن، روس ها. ما یک دوره شکوفایی دموکراسی در مملکت اون داریم که مردم حرفشون رو میزدن، روزنامه ها آزاد بودن، عرض میشود که مجلس کار خودش رو میکرد. بزرگترین دستاورد دموکراسی ایران موضوع ملی شدن صنعت نفت بوده، که ملت ایران و مجلس ایران بیرون کرد انگلیس رو و حق ملت ایران رو استعفا کرد. بعدش هم دوباره کودتا داریم، کودتای 28 مرداد که منحوس‌ترین اعمال بوده در اون دوره که مملکت ما در صاحب دموکراسی بوده و دنیا ما رو به عنوان مملکت دموکرات شناخته بود، چون تمام این سخنان و از من معاهدات و غیره و اینا با مرحوم دکتر مصدق بود، در واقع نخست وزیر مملکت ما بود. خیلی زیبا بوده که وقتی مثلا آقای قوام سلطنه حرکت میکنه، اون امپراتوری روسیه این مرد رو به حق نماینده مردم ما میدونستن، نخست وزیر مملکت، نخست وزیر قانونی مملکت ما، مجلس داشت. یک دیکتاتوری بسیار بسیار منحوس و بسیار زشتی که پایه های اصلی این حکومت اسلامی از اونجاست و این حکومت اسلامی میوه اون درخت هست رو بر ما تحمیل کردن تا باز مردم برای آزادی سال 57 قیام کردن. و این وضعیت سیاه که سیاه ترین دوران تاریخ ایران هست به وجود آورده. آقای بهرام مشیری معتقد هستند به این که اون چه که برحال در تشیع هست بدترین نوع استبداد مذهبی است. در مقابل این اظهار نظر آقای مشیری این پرسش مطرح هست که به هر حال تشیع در داخل خودش از نوعی دموکراسی برای پیروانش برخورداره، به این معنی که در تشیع مخالفت با همه موازین دین تا جایی که با نص صریح قرآن در تضاد قرار نگیره قابل عمله، و این رو در واقع تشیع به نام اجتهاد ازش یاد میکنند و هر کسی میتواند یا مجتهد داشته باشد یا خودش مجتهد باشه و تعبیر و تفسیر خودش رو داشته باشه، و از این هم بعضی از نویسندگان و محققین تشیع به عنوان یک اصل دموکراتیک در تشیع یاد میکنه. این یک مطلب هست. مطلب دیگری که شاه بیت تمام صحبت‌های آقای بهرام مشیری هست اون این است که در دوران به اصطلاح پادشاهی پهلوی رو
دورانی می‌دانند که نوعی از استبداد بسیار مخوف بر ایران حاکم شد و همین امر سبب شد که میوه نهال مشروطیت در این کشور رشد پیدا نکنه و حتی حکومت دوران پهلوی رو دلیلی میدونند برای اینکه اون استبداد سبب بشود که جمهوری اسلامی به روی کار بیاد. پرسش اینه که ایرانی که تحویل رضا شاه شد آیا واقعا آمادگی قبول دموکراسی رو داشت یا نداشت؟ بدون اینکه بخوایم توجیه بکنیم استبداد دوران رضا شاه رو، خدمات رضا شاه به ایران چگونه بود است؟ یک تحلیلگر تاریخ جنبه‌های مثبت یا منفی رو هم باید بگه. رضا شاه در کنار اختناقی که به وجود آورد آیا در جهت وحدت ملی در ایران قدمی بر نداشت؟ و بالاخره میرسیم به داستان 28 مرداد و قصه های بعد از اون که اجازه بدید پس از پیام های بازرگانی این مطالب رو از جناب مشیری مورد سوال قرار بدم. بینندگان عزیز، این چند دقیقه که رفتیم برای پیام های بازرگانی واقعا جالب بود. آقای بهرام مشیری گفتند که به حال از من پرسجو کردند که این نظر از کجا آمده که تشیع در نوع خودش یک حکومت اینو نظم فکری دموکراتیک است. من اشاره کردم به آثار حامد الگار استاد دانشگاه برکلی و کتاب نقش روحانیت پیشرو در انقلاب مشروطیت ایران، و آقای مشیری خیلی به نظر من این مطلب رو خارج از حد عقلایی تشخیص دادن و گفتم آقا خب مشکلی نیست، برمیگردیم سر آنتن و شما هر چی خواستین بفرمایید. بنابراین میکروفون در اختیار و دوربین در اختیار آقای مشیری است. بله، درود بفرستم خدمت هموطنان مجدد. ببینید، شرق شناسی یک دوره دارای معنی بود. آدمای بزرگی پیدا شدند، آدمای محقق برای دانش، برای گسترش معرفت بشری به سرزمین ما پاشون رسید. آدمای بزرگی ما مدیون اونا هستیم، مثل پروفسور هینینگز، مثل پروفسور هتسفلد و من نیکلسون، مثل آقای ادوارد براون و اینها میتونم نام ببرم. بعدها شرق شناسی به یک درجه مسخره رسیده که رسید که علامه قزوینی از اونها نام برده. ما میخواهیم از این آقایان که القابی هم دارن و اینا دست از سر ما بردارن. این آقای هم این صحبتی که ایشون کرده ذره المثقالی ارزش نداره و اینها برای ما یک معیارهای زیانبار گذاشتن. بسیاری از اینها نه ایران رو میشناسن، نه تشیع رو میشناسن، نه اساسا قادر به خواندن متون اصلی هستن. اینها نشستن اینجا عرض میکنن که از دور نگاه میکنن و چیزهایی میبافن، مثل آقای کروان و دار و دسته. خیلی زیاد هستن تعدادی آدمایی که واقعا زیانبار بوده برای ما. اصلا مصطلحاتی مثل تمدن اسلامی آقا ما نداشتیم. آقا ما در ایران در تاریخ اسلام، در تاریخ مملکت ما هرگز چیزی به نام تمدن اسلام ما نداریم. آقا مگه تمدن میشه یهودی مسیحی باشه؟ مگه تمدن میتواند که باهایی اسلامی باشه؟ اینها رو همه مستشرقین آقا برای ما آوردن، مستشرقین بی سواد نادان. یکیش هم باید همین آقا باشه. این آقا اگه میرفت منشآت در واقع اصل تشیع رو میخواد، در اونجا میدونست که رابطه امام و مردم در واقع امام و امت مانند رابطه شبان و گوسفند هست. یعنی شما بایستی که سرسپرده امام باشید، به وجهی که خمینی گفت، گفت آقا شما امتین، من امام. اساسا صحبت ملت رو نکنید. و این آقا در واقع شنیده است که یه روزی لوتر اولین قدمی که در راه آزادی برداشته شده در اروپا، یا یکی از نخستین گام ها این بوده است که لوتر آمده گفته آقا هر کسی میتواند انجیل رو به وجهی که میتواند و میخواهد تفسیر و تعبیر بکند، ما نیازمند آخوند نیستیم که برای ما تعبیر و تفسیر. این اولین گام بوده. بعد از لوتر هزار اتفاق افتاده. آقا دموکراسی یعنی در واقع نوعی از حکومت که مردم در فرایند حزبی و رقابت‌های حزبی اون حکومت رو انتخاب کرده باشند. دموکراسی تعریف داره.
این که هر کسی میتونه نمیدونم چه بکنه، این شد دموکراسی یا این دموکراتیکه؟ نه، نوعی برداشت دموکراتیک در این مذهب هست، اینو داری میگه نه اینکه این دموکراسی است. خب ما چه نتیجه میخوام بگیریم از این حرف؟ نتیجه این کار چی است؟ فرض کنیم که هر کسی توانست که خودش مجتهد، البته یعنی مثلا شما میتونید مسلمان باشید بدون ولی فقیه. البته میخوام خدمت شما عرض کنم که در مکاتب مختلف فقهی مثلا قیاس و رأی هست، استحسان هست، در این فقه شیعه گفتن عقل هم هست، در حالی که هر حرفی این آخوندهای شیعه زدن و ادبیات خلاف عقل بوده. مثل دیگه خلاف عقل هست وقتی که یک مکتبی در فقهش میگوید عقل در واقع شریفه، چگونه این داستان امام زمان فرض فرمایید یا همه هر چی اینها گفتن از ابتدا از اون قضیه قدیر خمشون خلاف عقل بوده تا برسیم به این داستان امام ته چاه، بهشت و جهنم و سایر قضایا و ظهور امام، همین خلاف عقل است. این است که ما خواهش میکنیم از ایشون دست از سر ما بردارن لطفا، ما نیازمند این آقا نیستیم. مسئله این آقایون و مسئله ما، من میخوام شما توجه بفرمایید، مسئله این اروپاییاست که میرن در آفریقا فیلم برداری میکنن، میبینن که یک ببری یک نمیدونم شیری حمله کرده، بعد از مدتی پیچ و تاب و دو و اینا گوزنه رو گرفته و پاره کرده و خور، فیلمشو میگیرن میگن که عجب صحنه زیبایی بود. اینها ما اون گوزنه هستیم که در دندان خونبار این ملایان و این اسلام عزیز خون ما ریخته شده در این تاریخ. اینا عکس ما رو گرفتن، یعنی از دور نگاهی کردن و از صحنه لذت بردن. من از ایشون خواهش میکنم دست از سر ما برداره و سایر آقایونی که عرض می شود که هنوز فارسی هم بلند نیستن صحبت کنن، به مآخذ اصلی اسلام هم دسترسی ندارن، من ازشون استدعا میکنم اگه کسی شما یه آقای رو می شناسید بفرمایید دست از سر ما بردارید، صحبت از دموکراسی در شیعه نکنید لطفا. خب ببینید آقای مشیری، و اگر سر بقیه سوال های شما عزیزم، ببینید مملکت ما بله دموکراسیش لرزان بوده، دموکراسی بیشتر دموکراسی که نداشته، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، دموکراسی به دو وجه ممکن است در جامعه ظاهر بشه، اما بیشتر از وجهی که در واقع از بالا آمده، یعنی الیت جامعه اونقدر توانایی داشته که بتواند جامعه رو به سرچشمه دموکراسی رهبری کند، مثل کشور آمریکا یا انگلستان به وجه بوده. ما تصور نکنیم که در روزگاری که امریکا انقلاب شده است و 1776 اعلامی استقلال صادر شده است تمام این مردم امریکا دموکرات بودن، اصلا چنین چیز نیست. بنابراین صحبت مردم، میخوام ایرادی بگیرم از یک فرمایشی که دوستان میکنن، در حدود فرض بفرمایید که 1862-63 تا دو سه سال بعدش جنگ خونینی در این امریکا اتفاق افتاد که منجر به قتل 500 هزار انسان شد، که نصف آمریکایی‌ها میگفتن ما برده رو لازم داریم، آقا زنجیر می‌زدن به گردن سیاهان از انگلیس‌ها می‌آوردن، آمریکایی‌ها می‌خریدن، برده‌داری بود در این مملکت 60 سال عرض کنم چقدر 50-60 سال بعد از دموکراسی آمریکا. اینه که این الیت جامعه هست در بالا که راهبری می‌کنه و بعد قانون، فقط دموکراسی در سایه قانون هست، قانون هست که رفته رفته بر مملکت حاکم میشه. دموکراسی سیستمی است که خودش رو رفته رفته پاک میکنه و تمیز میکنه و اشکالاتش رو برطرف میکنه. اینه که قانون اساسی هم که در ایران آمد قانونی بود که عیب و عوار داشت البته، اما میبایستی ما به همون قانون تکیه میکردیم و اگر عیبی داشت برطرف میکردیم و اون رو نگهداری میکردیم و در سایش میستادیم. اولین کسی که میبایستی قانون رو رعایت بکند پادشاه بوده، پادشاهان، این سه پادشاه غیر دموکراتیکی که ما داشتیم، یعنی محمد علی میرزا، رضا شاه، محمد رضا شاه، اینها رفتن مقابل ملت، در مقابل ملت به قرآن سوگند یاد کردن که ما از این قانون پیروی میکنیم و قانون اساسی رو محترم میداریم، اما به معنی از مجلس میومدن بیرون قانون زیر پا میذاشتن، گرفتاری ما زیر پا رفتن قانون بوده. آقای بود در با معروف رضا شاه، رضا شاه مردی بوده توانا، مدیری بوده مدبر، در واقع مملکت رو جمع جور کرده و عرض شبه که توانسته که با ایجاد یک قدرت مرکزی بتواند که مخالفان را سرکوب کنه، یک قدرت مرکزی به وجود بیاره، اقدامات بسیار بسیار خوبی شده در زمان رضا شاه
مثل پیدایش دادگستری، مثل ارتش نوین، مثل خیلی خیلی حالا بخوام بشمارم که دو تا نیست در واقع، کشف حجاب و این داستان ها. اما اینا لازمش کشتن روشنفکران و بستن روزنامه ها و عرض می کنم که کشتن آزادی خواهان و اون همه فساد مالی نبود. این است که اون دوره استبداد خیلی در واقع دو جنبه داره، رضا شاه دو جنبه داره، یکی خدماتی که در زمان اون مملکت ما شده، یکی تعطیل روشنفکری و تعطیل مشروطه به طور قاطع و بستن همه روزنامه ها همونطور که عرض کردم و از میان بردن آزادی خواهان تا سال 1920 معلوم نبود واقعا منظور ایشان به کجا، منظورشون چه بوده، چیکار می‌خواستن با مملکت بکنن. یعنی لحظه هم که تشریف می‌بردن سخن از قانون نکردن، به فرزندشون گفتن میتوانی مملکت رو اداره کنی، یعنی بعد از من شما دیکتاتور خواهی بود، و ایشون رفتن به اصفهان رفتن. بنابراین در خصوص یک کتابی آمده است، من توصیه میکنم شما هموطنان حتما بخوانید، آقای مجد مبتنی بر اسناد آمریکایی، چون اطلاعات ما در باب رضا شاه همان مجد نخیر قولی در اسمش است، ایشون استاد دانشگاه است در فلوریدا. اطلاعات ما در باب مترجم آقای محمد خاتمی نیست که در سفر نخیر ایشون مرد دانشمندی است در فلوریدا استاد دانشگاه است، رفته و اسنادی که آمریکایی ها در باب رضا شاه، در باب نامه های سفیر هست، تحلیل های آمریکاییان هست، اطلاعات ما در باب رضا شاه از منابع انگلیسی بوده، من توضیح می کنم بخونید. و بعد ایشون که تشریف بردن ما میبینیم که باز، یعنی در واقع در مقطع مشروطه ما 98 روزنامه داشتیم به گزارش شوستر، مورگان شوستر، همه اینها تعطیل، مشت بر دهان روزنامه‌نگار، تنها کسی بوده که وزراش با چماق میزده. آخه شما تصورش بکنید، اونقدر رفته در زندان لگد و مشت و چماق زده، تیمورتاش بردخت بیهوش شده از ضرب چماق شاه. اینها خیلی زشت بوده آقای فروزنده. من میدونم مردم ما نسبت به مردم رضا شاه یک حساسیت ها دارن، اما اینا حقایق امور هست. شما داریم سخن آزادی میکنید. یک دموکراسی لنگ شل یه چشم تا گردن خرخره در گل بسیار بسیار شریفتر و بزرگوارتر است. کسی است که یه آقای بیاد برای ما جاده بکشه و تونل بکنه و آزادی خواه ما رو بکشه و مخالفین زندان کنه و روزنامه ها رو ببنده و مجلس تعطیل کنه، ما از زره به ایجا نمیرسیم. بعدش هم وقتی ایشون تشریف بردن جشن گرفتن مردم ایران، گلباران کردن مردم ایران رفتن رضا شاه رو. بعد 1320 هست، 1320 تا 1332 با وجودی که مملکت فقر مالی داشت، گرفتاری داشت، دستاورد بزرگ داشت، نگاه میکنیم میبینیم که آقا اقلیت ها بودن، فراکسیون های مختلف بود، روزنامه ها بود اینها. بعدش هم که توطئه کردن آمریکا و انگلیس و در واقع اون حکومت رو برانداختن. و بعد دوران محمد رضا شاه داریم که رفته رفته حلقه استبداد رو تنگتر کردن تا جایی که فرمودن که هر که این مملکت مال منه، امرم امر منه، هر کس میخواد 700 تومان بده از مملکت شما بیاتون داری. جناب علی فکر نمیکنید که در این قضاوتتون قدر یه طرفه دارید میرید جلو؟ من صحبت از دموکراسی میکنم. من میدونم شما نیروهایی که مانع از دموکراسی شدن و تحقق دیکتاتوری و ادامه دیکتاتوری دارید، میفرمایید که در شهریور 20 تا 28 مرداد سال 1332 یه دوره درخشانی در تاریخ ایران بوده، حداقل مردم آزاد بودن، حداقل مردم بودن، مطبوعات بودن. بله. بعد میرسیم بله. و بعد این کودتا انجام میشه. اون ور سکه چیه؟ یعنی آیا اونور سکه چه سکه اونور چی هست؟ عرض میکنم از شهریور 20 تا 1332 آیا ما عظیمترین نیرویی که داشتیم از سر تشکل سیاسی یک نیروی وابسته به اتحاد جماهیر شوروی نبود؟ اینا توجیه استبداده عزیزم. این چیزا در هند هم بوده. بخشی از واقعیت این. ببینید طرفداران استبداد جز نفی مردم هیچی ندارم. نه من تایید نمی کنم. نه. اون استبداد شما دارین اون حرف رو میزنید. من شما تایید استبداد نمی کنید. من شما رو میشناسم. اما ما هرگز مردم رو نباید، اگر مردم خواستن نماینده شوروی باشن باسی میبودن. در واقع من فکر نمی کنم که تودهی ها که شما منظور شما هست تعدادشون اونقدر بود که بتوانن مملکت رو بگیرن. همچی چیز رو من تصور نمی کنم. عرض کنم در یاد داشتم آمده است که خود دکتر مصدق گفته است آقا این همه گفتن این تودهی ها میخواستن مملکت رو بگیرن،
در تمام این بازرسی هایی که از منازل نکردن یه هفته شکستن پیدا نکردن چگونه میخواستن. اما اگر کاری میشد در مملکت بایستی از طریق قانون میشد، یعنی قانون میامد و مجلس چیزی رو تصویب میکرد که آقا مثلا فلان نوع فعالیت باید محدود بشه. رایش این نبود که به دستاویز توده‌ای روشنفکر رو اعدام کنی، در دهن مردم رو ببندی، روزنامه‌های مملکت رو تعطیل کنی، مجلس ملی رو تعطیل کنی، قانون اساسی رو تعطیل کنی به خاطر اینکه 4 تا توده‌ای در مملکت ما بود. آخه اینکه نشد توجیه. در واقع شما خواجه نصیر طوسی هم که بخونی برای توجیه استبداد همین چیزا رو میگه شما فرمودید. خواجه نظام الملک هم برای توجیه استبداد همینا رو میگه. هم میگن این میگن مردم یاغیان تاغیان. عرض کنم که اگر کسی نباشه مجلس ایران رو، مجلسی رو که دکتر مصدق خودش در واقع انتخاب کرده بود، مجلس رو خود مصدق تعطیل کرد. نه. کرد یا نکرد؟ نه عزیزم، ببین اینا جواب اون حرفا نیست عزیزم. فرض بود دکتر مصدق یک رفراندوم کرد، یک انتخاباتی رو کلمه، این جواب 27 سال تعطیل مجلس که نیست که. فرض کنید آقا دکتر مصدق یک مجلس رو تعطیل کرد، بقیه‌اش چی؟ نه بفرمایید، من دفاع از دکتر مصدق نمی کنم، من دارم سخن از دموکراسی می خوام اینجا و آزادی. 27 سال شما... نه من ضمن اینکه با شما هم عقیده هستم، معتقدم بعضی از موارد جناب عالی یکسونگری میکنید. من اصلا ببین شما صحبت اقتصادی که ما نمی کنیم که من بگم در دوران محمد رضا شاه چنین شد چنان شد، شیر و مرغ میدادن، نمیدونم چی میدادن. عرض کنم که درآمد ایرانی، شما وزیر امور خارجه ای دارید به نام دکتر سید حسین فاطمی. بله. درسته؟ بله بله. این وزارتشو از با فرمانی میگیره. خیلی خوشحالم که این سال با شما مطرح میکنم و از خشم شما بیشتر خشم ندارم. نه 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 نه، من میدونم دارم چی کار میکنم. شب تا صبح نخوابیدم آقای فروزنده، من هی در خودم فرو رفتم در مسائل ایران، از این کتاب به اون کتاب، از این آقای مشیری تمام 6000 سال استبداد ایران نمیشه در 55 سال دوران پهلوی خلاصه کرد. من با شما مخالفم که واز اونم توجیه این نیست آقا. من نمیخوام توجیه کنم. شما در ابتدای سخن فرمودید که 150 سال مردمان ناکامن، دارم جواب شما رو میدم. من میگم این آقای محمد رضا شاه مرحوم که آمد، آقا ما استبداد رضا شاه رو با ماسمالی میتونیم توجیه کنیم. آقا مملکت پریشان بوده، ضعیف بوده، نمیدونم دزدا بودن، این حرفا که اونم باز توجیه استبداد نیست. اما تو استبداد محمد رضا شاه هیچ گونه توجیهی نداره. متجرزم هستیم، یعنی آدم ها بودن. شما من با کسی طرف هم که نسبت به نکاتی که مطرح میکنم بسیار مسلطه، بنابراین خیلی جوانب سوالم باید مواظب باشم. خیلی باید مواظب باشید. درسته، بنابراین با احتیاط. من از مجلس ملی و دموکراسی اجازه بدیم. من میخوام نه آخه اجازه بدیم، من نمیگم شیر و موز بهترین چیزیست که ما میتونستیم داشته باشیم اصلا، و به هیچ وجه همچین منظورم این نیست. ببینید شما نمیتونید در هیچ کشور دنیا وزیر امور خارجش باشید، فرمان گرفته باشید از یه نفر و اون آدم رو کاریکاتورش رو بکشید بهش بگید سگ استعمار. من که اینو همش پس شما داریم با این توجیه میکنید؟ نه من اصلا توجیه نمیکنم آقا جان. ببینید آخه نه من توجیه نمیکنم. من دارم زمینه رو نگاه میکنم که زمینه این حوادث در ایران و اتفاقاتی که افتاده یک زمینه یک دست نیست، یعنی یک طرف نیست. آره درست میگید، زمینه یک دست نیست، ولی عرض من این هست که هیچ کدوم از اینها توجیه 27 سال استبداد خیلی خیلی بیمزه و خونک محمد رضا شاه رو نمیکنه. یعنی شما بیان مجلس ملی رو ببندی، دو تا حزب فکستنی فرمایشم بود اینا رو هم بس. آقای فرزانه شما بودین که قربتون برن، که حتی میگن که هویدا گفته اعلی حضرت نمیشه. یه کسی که گارد هویدا بود اینه به من میگه، گفت تو فرودگاه اعلی حضرت آخه یه حزبی که نمیشه، گفت همونی که من فرمودم. کار به جای رسیده بود که در واقع یعنی ملت هیچ کاره. شما یه ملت ایران دارین آقا، این مردم هستن، یه بنگاه ملی به من نام ببرین غیر از بانک ملی؟ همه شاهنشاهی بود عزیز من. آخر چی نمیشد که دو تا روزنامه خنک بیمزه ملالنگیز استفراغاور بودن، اگهان اطلاع از بام تا شاه، ما میدیم عکس شاه هست و زنده باد شاه و حرفای بیمزه و خنک. مردم بیزار شدن از این آدم.
و میخوام خدمت شما عرض کنم اشتباه بزرگش، حالا که سخن از دموکراسی کردیم، شما عرض میکنم که اشتباه ایشون این بود که چپ رو دشمن میدانست، خانواده‌اش هم همینو میگن، ملیون رو دشمنتر میدانست. میگفت این جبهه ملی خائنتر از توده ایست، اما این آخوندها خیلی خوب هستن. یعنی این آقا خودش شاه شیعیان میدید، تنها شاه تاریخ مملکت ماست که رفته مکه، هیچ شاه ایران پاش اونجا نذاشته، و بعد لخ میشد از این حرفا میزد. نمیخوام بگم خاله زنکی به خانومه بر بخونه، اما حرفای خاله زنکی میزد، به قول رضا شاه به پسرش گفته، و آخوندها رو تقویت میکرد. رضا شاه با اینکه مدرسه نرفته بود، بی سواد بود، بسیار مرد بصیری بود در شناخت آخوند. اینا رو تعدادشون رو از بین برده بود، تعدادشون فرستاده بود عراق، اونجا بودن. در همین کتابی که اخیر منتشر شده اینها میگوید که این نامه نوشت این شاه به اون آیت الله قومی و اینا که تشریف بیارین، گفته بود شرایط من رو قبول کنید تا من بیام. شاه همه شرایط اون بابا رو قبول کرده، تعداد مساجد رو گویا از 2500 به 40-50 هزار رسونده. یعنی گمان میکرد که چون شاه شیعیان هست، آخوندها هم پشتیبان سلطنت او و نگهدار او هستند. در اینها دشمن خطرناک نمیدید، در حالی که خطرناکترین همین اژدهاها بودند. ملیون رو سرکوب میکرد، به شدت بیزار بود از ملیون متاسفانه، و از شب چپ هم وحشت داشت، اما تقویت ملا و آخوند میکرد. این که عرض کردم این میوه اون حکومت هست، به جهت اینکه مملکت ما یک حزب محترم نداشت، 4 رجال سیاسی محترم نداشت، مجلس ملی نداشت، خلأ کلی بود. این خلأ رو یک آخوند آمد و پر کرد. عزیز من شما ببینید در دوره، فرض کنید دوره آقای کاشانی، من میخوام بیشتر راجع به امروز صحبت کنیم، اما این سوال های شما باعث شد من جواب بدم. مثلا در دوره کاشانی، درسته، آیت الله کاشانی هم دانش بیشتری از خمینی داشت، هم سابقه مبارزاتی بیشتری داشت با استعمار انگلیس و اینها، هم بسیار بسیار محترم بود، اما در همون دوره هیچ ایرانی تصور این که می شود کاشانی رو معرفی کرد برای نخست وزیر مملکت اصلا میسر نبود. یعنی مردم آخوند رو در حکومت مشروع نمی دیدن. مردم ما با این که دینی بودن از روزگار قدیم و بالاخره شیعه بودن، یک نوع آزادگی در ذهنیت مردم ما هست، در ادبیاتش هست، در تاریخش هست. اینها آمدن یک مرد ارمنی رو به نام یفرم که این ارمنی بود و خارجی بود رو قبول کردن که بزرگترین شغل اجرایی مملکت در سرچشمه رو قبول کنه. این جریانات سبب شد که در واقع نبود احزاب سیاسی و نبود نهادهای سیاسی در مملکت، سبب اسلام گرایی عکس العمل نبود امکانات دیگری بود. همین آقای بازرگان که اینقدر اسلامی نبود، که آقای آدم ملی بود، بعد از اینکه دید مؤثر نیست رفتن یه چیز اسلامی هم اضافه کردن، و بعد یک گروه به چپ زدن، یک گروه هم به اسلام زدن. از نبود فضا برای اظهار نظر آقای جزار نبود. آقای مشیری، ما کی از دست دوران پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد خلاص میشیم؟ ما امروز خیلی گرفتاریم. بله بله بله، تازه شما سخن دموکراسی میکنید، من تاریخش را به شما میگم. این جزء لاینفک، تا اینم یک مغلطه دیگری است. کدوم مغلطه؟ همین که شما فرمودید. بله، این یک مغلطه بزرگی است. چه مغلطه است آقای مشیری؟ سر این داستان زشت ما به اتفاق نرسیدیم. ببینید آمریکایی ها را عرض میکنم، ما یه مش دموکرات داریم اینجا، یه مش ریپابلیکن. بله، اجازه بدید عرض کنم. بعد یک داستان اتفاق میفته توسط یک ریپابلیکن مشهور به نام نیکسون، ریچارد نیکسون، آمده اشتباه کرده، آقا تقلب کرده، یعنی یک ضبط صوت گذاشتن، چه کردن در ماجرای وادگی. ریپابلیکن ها که پشتیبان او بودن از این دفاع میکرد. وقتی دلایل ادله ظاهر شد، ریپابلیکن آقا اشتباه کرده، داستان فراموش شد. ما به یک توافق ملی چگونه عرض کنم در باب ماجرای کوچ نرسیدیم. همه میگن خائن بود، همین حرفا که شما میزنید، این آقای نمیدونم فاطمی خائن بود، اون یکی چی بود، توده‌ای‌ها بودن، قبول نمی‌کنن که آقا این کار بسیار بسیار زشت خیانتباری بوده، و تا زمانی قبول نکنیم زنده خواهد ماند. متأسفانه اینجوری. اجازه بدید جناب مشیری، با همه احترام، نسلی که امروز در ایران داره رشد می‌کنه، بله، اون چه که در دوران محمد رضا شاه و مصدق براش اتفاق افتاده بخشی از تاریخ گذشته ایرانه. خب همونطور که صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه بخشی از تاریخ ایرانه. بله، جوابگوی حل مسائل امروزش نیست. ولی یه مطلب هست،
اگر ما به درستی نگاه نکنیم به قضایایی که گذشته، عقلی نگاه نکنیم و نفهمیم، عقلی نگاه کنیم آقای مشیری، اگر ما نفهمیم چه شد که چنین شدیم، به اشتباهات آینده دچار میشیم. ما باید یک چند چیز رو به عنوان ستونهای فکری خودمان بپذیریم. یکی اون که با دیکتاتوری کار ما به جای نمیرسه. این درست. خیلی خوب. یعنی این که عرض کردم یک دموکراسی نیمه جان تا کمر در گل به هزار دیکتاتور خیلی بلند قامت و چماق‌های خیلی بزرگ. این یک اصل. اصل اول. اصل دوم بپذیریم که در مملکت ما در این دو دوره استبداد بوده، که این دو استبداد قانون رو رعایت نکرده و با آزادی مخالفت کرده. پدر جان آقا مخالفت با آزادی بوده یا نبوده آقای فروزنده؟ اصل سوم جان، اصل سوم، اصل سوم بپذیریم که تا ما قبول نکنیم حقایق امور گذشته رو بدون تعصبات به آینده راه نه، یعنی در آینده بیچاره اشتباه خواهیم شد. ممکنه زمانی فکر کنیم که ممکنه دیکتاتور پیشرفته بیاد برای ما کاری انجام بده، یعنی چیزی میسر نیست، دیکتاتوری جز فساد چیزی نمیاره. در واقع در مغرب زمین که همه کارها آزمون شده است و قانون نیوتن میگوید که هر عملی را عکس العملی است مخالف برابر و در واقع مخالف، به این استواری قبول دارن که در واقع دیکتاتوری فساد میاره، دیکتاتوری مطلق فساد مطلق با خودش همراه داره. اگر حضرت مسیح و خود الله مدینه و همه اولوالعزم رو جمع کنیم قدرت مطلق دستون بدیم، حتما به فساد مطلق میره. اینو ما بپذیریم. خب در واقع گذشتمون هم باید توافق کنیم آقا این مرحوم رضا شاه مرد دانا و توانایی بوده، بسیار به ایران خدمت کرد، بسیار کارهای زشت هم بسیار کرده، اینا رو باید بپذیریم. عبور مثل هر آدم میدیم، مثل نادرشاه. اجازه بدین، اینه که نمیشه در یک کنفرانس نشست و توافق رسید. به هر حال نیروهای هر دو طرف هستن و اون نیروها برای نجات امروز کشور ما بر مبنای یه اصولی باید با هم توافق بکنن. ما امروز بایستی پس ما یه کار دیگه بکنیم، ما بایستی گذشته رو یک سر فراموش کنیم، بگیم آقا ما امروز گرفتار هستیم، گرفتار بدترین استبدادهای تاریخی هستیم و ما بایستی یعنی این تجربه رو برای ساختار جدید به کار بگیریم. ولی در تحلیل تاریخ ما اگر شما نمیتوانیم دروغ بگوییم. نه من نمیگم دروغ بگیم. شما نظر خودتون رو داشته باشید که بسیار محترمه، فرصت ابراز نظر و پخش نظرتون رو داشته باشید، گروه مخالفتون هم فرصت این ابراز نظر رو داشته باشن و به شعور جمعی نسل‌های آینده هم اعتماد کنین که اونا نتیجه‌گیری درست میکنن. یه مطلب هم بگم. ببینید من چون در کار منطق کار کردم چند سال بس. یه مقالطه در این هست. ببینید یه وقت هست شما نظرتو میدید، میگن نظر آقای فروزنده هست، یه وقت من میگم آقا خورشید از مغرب طلوع میکنه، این دیگه نظر نیست. شما نمیتونی بگی آقا این نظر ایشون هم اینه، این خطاست، این اشتباس. ما دروغ نمیتونیم بگیم آقای فرزند، ما باید نگاه کنیم حقایق امور. فکر نمیکنید فرمایش خودتون یه مغلطه بود؟ کدوم؟ همین که خورشید از مغرب طلوع میکنه، شما یه امر فیزیکی طبیعی رو زدم. نه آقا چه جور مثالی؟ مثلا میگم دروغ دیگه. اجازه بدی. نه میگم این اظهار نظر نیست آقای فرزند، این اظهار نظر نیست که هر کسی حرف مهملی گفت که اساس منطقش فاسده و دروغ در سخنرانی که اینم نظر ایشونه، باید تصحیحش کنیم. بله قبول دارم، نقدش کنیم، تصحیحش کنیم، به شعور جمعی اعتقاد داشته باشیم، به این که ما نمیتونیم یه حکمی رو بدیم، وگرنه ما میشیم ولی فقیه، فقیه تاریخی میشیم. اصلا قضیه حکم دادن نیست آقای فرزند، کار رو شما به جای دیگری نبرید، ببرید بفرزیم به داستان چیز. یه گیری در این قضیه هست نسبت به قضای تاریخ، توجه میفرمایید؟ ما باید نگاه کنیم آقا ببینیم که اول ما چه میخواییم. اگر ما معتقدیم ما مردم که جنبش مشروطه چیز خوبی بوده و دموکراسی چیز خوبی است و حاکمیت قانون خوب هست و عدالت خوب هست و این سرزمین متعلق به مردمه و مردم هست، بنابراین دیکتاتوری خود به خود نفی میشه. آقای مشیری ببینید، نه برای شما، نه برای من، نه برای نسل ماها، بله اونقدر فرصت نیست، منظورم زندگی فردیمون نیست، اصلا این اهمیت نداره که ایران امروز رو بهش یاری نرسونیم و اسیر بحثایی باشیم که همش هم بخشایی از با حقیقت رو در بر داره، ولی ما رو برای مسیری که میخواییم بریم، من از شما به عنوان یک کسی که
سالهای طولانی عمرتون رو گذاشتین، امروز مهمان عزیز من هستید که همیشه افتخار میکنم برای اینکه شانس گفتگو با شما رو دارم. اما یه نکته دارم جونم. این دانش برای حل مسئله آقای خامنه ای از ایران اینها رو روندن، من میخوام این شاخصا رو به من بدین. بله بله. شما سوال کردید. نه اجازه بدین. شما من میتونم طرفدار مطلق فرض کنید که مصدق باشم و شما میتونید طرفدار مطلق ضد مصدق باشید. اصلا نه نه میخوام بگم که دوران، من میتونم طرفدار 100% دوران پهلوی باشم، شما تمام عایب اون دوران رو بشناسید. ولی آقای مشیری، تا اونجایی که فکر میکنیم که هیچ کدوم نسبت به کشورمون تفکر خائنانه نداریم و وطن فروش نیستیم و برای آزادی میخواییم تلاش بکنیم، من و شما ضمن این که این تفاوت رو داریم باید بتونیم کاری بکنیم. درود بر شما. حالا رسیدیم به یه جای درست. دست میتونیم بدیم. بله، ولی فراموش نکنیم که عزیز من، ببینید تاریخ مملکت رو نمیشه جعل کرد. البته ببینید خوبی ها و بدی ها، یعنی وقتی ما به گذشته نگاه کنیم بایستی که بگیم آقا یه کشوری بوده چنین و چنان بوده، مشکلات داشته، این آدم ها آمدن این کارهای خوب رو برای مملکت ما کردن، اما این کارهای زیانباری که انجام شد سبب حوادث بعدی شد که انقلاب اسلامی که نبود، انقلاب ایران و آمدن آخوندها حاصل نبود قانون و حاکمیت. شما از من دارین تاریخ دموکراسی رو میپرسین، من دارم به شما جواب میدم. اصلا مباحث بعدیش که حشو بود واقعا، یعنی بنده عرض من این بود که شما پرسیدید که چرا در این صد و چند سال ما عاجز. من عرض کردم یکیش خود ذهنیت دینی، یکیش اون دو حکومت قبلی هیچ کمکی برای گسترش دموکراسی نکردن. حرف من این بوده، مایه حرف من این بوده. درسته. شما قضیه رو در واقع اندکی جلوتر بردین، من مجبورم حقای اون. حرف من همین بوده همیشه که آقا ما بایستی به تاریخ گذشته نگاه کنیم، با انصاف برخورد کنیم، خوب رو بد، بد رو خوب نگوییم. اتفاقا یک کتابی در آمده، عرض کنم دو کتاب مهم بیرون آمده، یکی کتاب محمد قلی رضا قلی مجد، دکتر محمد قلی مجد، بیننده ای فرستادن، اسم کتاب رضا شاه و بریتانیاست. بریتانیا اینو خواهش من بخونی. نام نویسنده رضا قلی مجد، استاد دانشگاه فلوریدا، چاپ دانشگاه فلوریدا. بله، یکی کتاب، یک کتابم که دوست عزیزمان آقای میلانی در باب آوردن با شما. اینا باید نوشته بشه و بگذاریم و فراموش کنیم. آقا در کشور آمریکا که من قریب 40 سال است ساکنم، موضوع جنگ ویتنام هم دیگه در حوزه سیاست نیست عزیز من. ما خیال میکنیم که مثلا 28 مرداد هم در حوزه سیاست نیست، در حوزه تاریخه. چرا برای آمریکا در حوزه تاریخه؟ چون آمریکایی‌ها فهمیدن ویتنام کجا بود، چه شد و این اشتباه تاریخ بود و گذشتن. یه دی نبودن سینه بزنن هنوز به پابلیکن میگن آقا خیلی چیز خوبی بود. همچین چیزی نیست. تو نتایج بد داشته، نتایج زیانبار داشته، 50,000 آمریکایی کشته شده و واقعا یک شکست روحی برای مملکت بوده، تمام شده. به نتیجه خداحافظ. بفرمایید آقای مشیری. حالا بقیه قضیه رو شما بفرمارد. شما شخصیتی هستید که نکاتی که مطرح میکنید مورد توجه عده بسیار زیاد، با اینکه عضو رهبر حزب نیستید، تشکیلات بله. سیاسی همیجور. ندارید همیجور. یه پژوهشگر هستید، پژوهشگر رک و سریع هستید و بعد در بعضی از جاها واقعا خود شکنی کردید، تاب و شکنی کردید. اینها رو هیچ کس نمیشه منکر بشه. برگردیم بحث سازنده امروز. بله بفرمایید. بله. نیت شما و من در باب بله تحمیده. مشکل ما مثل این ممانت ما هست. بر مبنای چه موازین مثبت میتونیم در کنار هم قرار بگیریم و یک قدمی برداریم؟ درود بر شما. آیا این سوال درسته؟ بله بله، اینجا این کاملا درسته، کاملا درسته، موافقم. اجازه بدید جوابم بدم. خواهش میکنم. ببینید ما قریب 4 میلیون یا بیشتر ایرانی دانای فرهیخته ثروتمند خارج ایران داریم، هیچ کاری برای ایران انجام نداده، هیچ کاری آقای فروزنده انجام نداده است. حالا عرض میکنم داخل ایران مردم چشمشون به خارج منن، خارج کشور چه میکنن؟ درسته؟ متاسفانه این 4 میلیون نفر که خارج شدن از ایران
و قشر تحصیل کرده مملکت بودن در کانادا و آمریکا و اروپا این آمدن، وقتی که ما حاصل کار اینها در راه مبارزه با این استبداد میبینیم، میبینیم که آدم های در واقع متعلق به طبقه متوسط، یک لاقبا مثل بنده و جناب عالی، کارهایی کردن، حرفهایی گفتن، اما اونهایی که میتوانست با واسطه ثروت سرشاری که داشتن و کارهای مهمی که میتوانستن بکنن، هیچ کاری برای مملکت نکردن. حتی یک شرکت تعاونی برای این که اگر ایرانیان فرار میکنن سرمازده و کتک خورده و تحقیر شده از ایران در ترکیه، 4 تا چادر، 2 تا خانه، یک وکیل، یک پزشکی رو اینا در استخدام نذاشتن که حداقل این کار کوچک رو انجام بده. و من خیلی خیلی مایوس هستم از این جامعه ایرانی خارج کشور، به خصوص اون گروهی که تواناتر هستن در امور. حالا این موضوع در واقع عملیش هست، اما به لحاظ عرض میکنم که نظری عرض میکنم، ما بایستی مشترکاتمون پیرو آقای فروزن. یه چیزی هست به نام اعلامیه حقوق بشر. ما فکر نمیکنم هیچ کسی با این مخالف باشه، درسته؟ میگیم آقا این مملکت ماست، این وجه اشتراک اول، کشور اجدادی ماست و در کشور ما ستمگری هست، جنایت هست، فساد هست. ما بایستی مبتنی بر مشترکاتمون، نه مبتنی بر اختلافات، مبتنی بر مشترکات به هم نزدیک بشیم و بتوانیم در واقع کاری برای آینده انجام بدیم. من بسیار پشتیبانی میکنم همین عملی که آقای رضا پهلوی انجام داده، که ایشون خیلی آدم بی عملی است در واقع. ایشون هم مینشینه منزل ببینه که چه دانشجوها میان بیرون، ایشون هم تشریف بیاره یه اطلاعیه باید باز بره پنهان بشه، باید بیاد بیرون. ایشون یا سیاسی هست یا نیست. اگر سیاسی هست باید دائم در صحنه باشه، در فرازهای روحی و در فرودهای روحی جامعه ایشون باید باشه، نه که پنهان بشه. به معنی که دید که ایران وضع ضعیف هست، اخوان بشه تشریف میارن یه اطلاعیه میدن. ایشون باید با پشتکار و تداوم در این کار، چون صاحب نام هست، شهرت هست، این کارشون هم بسیار بسیار خوبه، من این کارو میپسندم. این تنها کاری بود که ایشون تا حالا کرده به نظر من که وجه مثبتی داشته، همین کارش بود. بفرمایید. برای این کار متعهد شماست. بله. خب غیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر چیز دیگه ای هست یا ما حول محور اعلامیه جهانی حقوق بشر میتونیم با هم سر میز بشینیم؟ ما باید بتوانیم که حول اعلامیه حقوق بشر و موضوع ایران و مردم ایران و تاریخ این مملکت و چگونه بگم دیگه از وطن چیزی بالاتر نمیتونم من مشترکات چیز بکنم. دیگه وطن ماست در دست گروه جنایتکار هست که به هیچ وجه من وجود هیچ احترامی برای این مملکت، برای مردمش و تاریخش ندارد. ما بس بتوانیم بر سر این قضایا توافق کنیم و با هم سر یک میز بنشینیم به قول شما. خب جناب مشیری، کار سیاسی هم حزبی انجام میشه آقای فروزنده. کار سیاسی برای پیشبرد مقاصد سیاسی در قدیم شمشیر میکشیدن و تفنگ. 250 سال است که کار سیاسی تشکیلات سیاسی میخواد، یعنی تجمع و تشکل میخواد، شاخه های مختلف، نهادهای مختلف بتواند به طور سیستماتیک کار انجام. نیازمند یک حزب بزرگ، یک تشکل بزرگ سیاسی ایرانی هست، نه که 4 نفر از ما دور هم اینجا بنشینیم. آقای مشیری، این تشکل چجوری میشه؟ ببینید 33 اولا اشاره کردید به ایرانی ها که کاری نکردن، به زیادی که هستن. من فکر میکنم اصلا به اون آمار نباید مراجعه کنیم، چون آمار مایوس کننده است. همونطور که شما گفتید هزاران ایرانی ثروتمند داریم که این حداقل خاص شما رو میتونه بر بیاره، ولی اصلا براش مطرح نیست، اصلا مطرح نبوده. میدونی چرا؟ چون میخواد به ثروت اضافه کنه با معامله با آخوندها. نه، همین چند وقت پیش یه آقایی که در اینجا فقط برای مجلس جشن تولد 150,000 دلار 160,000 دلار خرج میکرد، الان محکوم به 75 سال زندان شده و داره آب خنک میخوره برای اینکه سر هموطنان دیگه ما کلا گذاشته. آقای جان فرایی رو خدمتتون. بله دیدم. بله. یکی دیدن... گفت 700 سال. نه، 717 سال یا 14 سال براش تقاضای زندان کردن، دادگاه با 75 سال در واقع سرته قضیه رو هم آورده. و خب خرجای هنکوف کرده، ایرانیای ثروتمندم به ایشون ثروتشون رو دادن و ایشون هم برباد داده. کس دیگه ای هست از ایشون مهمتر که در قاموس مذهب و خواندن تورات
این بلا رو سر عمدتاً هموطنان کلیمی ما آورده و هنوزم مورد احترام به مدت خیلی قلیلی بهش زندان دادن و میلیون ها دلار هموطنان ما میلیارد سیستم افراد مختلفن اینا از دست دادن. ولی اینا اگه بگی که نزدیک بشن به این نوع خدمات برای ایرانیان اصلا نزدیک نمیشن. یه نکته میخوام یا خدمتتون، ما اینا رو باید فراموش کنیم. یه نکته هم بگم به لحاظ تاریخ ارزش داره، شاید هموطنان دوستش باشن بشنون. ببینید تا اونجا که تاریخ آمریکا نشون داده و من میدونم، هیچ کس برای مملکتش شیش کار نکرد جز یهودی‌ها. یعنی یه کسی که میاد آمریکا به دلیلی میاد، یا فقر هست یا استبداد هست یا سرکوب هست یا آزار دینی هست، میاد تو آمریکا همه چیز فراهمه، یک ذره به جامعه زندگی خوبی هم داره، بنابراین رفته رفته ذوب میشه در این جامعه و مملکت رو فراموش میکنه. بچه‌ها هم که به دنیا میاد، کلیمیا اینجور نیستن. نه خیر، کلیمیا تنها گروهی بودن که مجدانه و به طریق خیلی خیلی چگونه عرض کنم محکم و نیرومند ایستادن و برای اسرائیل کار میکنن، به طوری که یک آمار دیدم هر آمریکایی در نمیدونم 8 یا 10 سال گذشته هر آمریکایی 14000 دلار پول به اسرائیل داده. یهودی‌ها تنها کسانی هستن که من فکر می‌کنم اگر به جای آمریکا این 4 میلیونی ما رو بیرون کرده بودن در افغانستان یا پاکستان بودیم که این وضعیت نبود، شاید کاری انجام داده بودیم تا امروز. من وقتی کسی که وارد دایره زندگی مادی آمریکا میشه یواش یواش آرام آرام می‌بینه اون چیزی که در ایده‌آل‌هاش در مملکتش پیدا نمی‌کنه در اینجا پیدا می‌کنه. آقای مشیری، شما اشاره کردید بعد از این نکته اول بی خاصیت اکثریت ایرانیایی که هستن و بی توجهیشون به این مسائل و ایرانیان ثروتمند که گله شما به نظر من کاملا گله به جایی هست و شکایت شما از این قضیه، رسیدیم به اونجایی که شما میفرمایید که برای اینکه ما بر سر میز بشینیم بر سر مسائل ایران احتیاج به تحزب و تشکیلات حزبی و سیاسی داریم، تشکیلات باید داشته باشیم برای کار مثبت و برای ما 33 ساله نداریم، حالا چقدر باید وقت بذاریم که تازه اینا به وجود بیاد؟ این رژیم در حال افتادنه. این رژیم به نظر من مرگش زمانی رسید که انتخابات نخستین آقای خاتمی انجام شد. اونجا مردم نشان دادن که روگردان و بیزار از حکومت دینی هستن. یعنی این رأی آقای خاتمی در واقع رأی خاتمی نبود، اینها شیعیان خاتمی شدن به واسطه اینکه بیزارن. مردم ما مردم آزادی هستن، آزادی رو دوست دارن، بیزار هستن از حکومت آخوند و این استبداد. بنابراین این مورد ما کمکاری کردیم خارج کشور. اگر ما یک حزب، یک کنگره ملی نیرومند داشتیم که میشد بش همه جهان ما رو جدی میگرفتن و ما یه آلترناتیوی میتوانستیم بشویم در صورتی که این آخوندها سقوط بکنن، خدا میداند که حالا فرض میگیریم که سقوط بکنن که در این خلأ بعد از این آخوندها چه خواهد شد. هیچ آلترناتیوی نداریم مردم ما. ما در داخل آدمای متفکر بسیار داریم، بچهای باهوش مردم ایران، اما هیچ تشکلی نیست که اگر تصور کنید یک حمله نظامی به ایران بشود که خدا کند نشود و این آخوند امروز سقوط بکنن، یک کنگره ملی، یک آلترناتیوی خارج کشور که ما بتوانیم با جهانیان صحبت بکنیم و بتوانیم جانشین نیست با اون چه که داریم چه میشود کرد؟ بس ببینیم چیزی داریم. خب پس سفره رو جمع کنیم. نه خیلی سفره رو جمع نمی کنیم عزیزم. ببینید اینا کوشش های فردی بوده. بله مخلص خدمت شما نشستم از سال 1980 وقتی چون بیزار بودم همواره از آخوند و حکومت آخوند و اینها رو در واقع موجودات مضری در جامعه میدانستم از دوران کودکی یا اینطور به محالی شده بود. در سال 1980 کوشش مخلص به عنوان یک فرد که عرض کردم همیشه اپوزیسیون یک نفره آنی بوده است که از من ساخته است. یعنی چی؟ یعنی که در واقع برکشیدن بزرگی های ایران به لحاظ فرهنگی، نقد تاریخ و نقد دین، این کاری بوده که من تم. شما در واقع از حرفه خودتون استفاده کردین، بسیار مصاحبه های خوب کردین، بسیار بسیار برنامه های خوب دارین و بسیار هم مردم به شما توجه دارن و برابرتون میبینن. اینا کوشش های فردی است. عرض کردم این کار رو ما توانستیم کردیم، اما برای این که بتوانیم کارآمدی انجام بدهیم بایستی که ما ایرانیان رو بتوانیم جمع بکنیم
زیر یک چند نز الزامن حزب یک کنگره ملی که آقا این وطن وضعیتش بدین وجه هست، ما در ایران تعصب نداریم، تعصب که سهل است که سه نفر در خیابان‌ها با هم صحبت کنن، آخوندها اینا رو میگیرن شکنجه میکنن میزنن اینا، چون اینا وحشت دارن از تعصب، استبداد از چند چیز نفرت داره و تحمل نمیکنه. یکی واژه آزادی است، واژه دموکراسی است، حزب تحمل نمیکنه. این است که ما بتم داخل کشور، این است که من فکر میکنم، البته من میدونید که من چیز سیاسی نیستم، چیگونه از کنم دار و دسته سیاسی رو نمیدونم درسته. نبودم و اینها، یک نفر آدم هستم، فرد ایرانی، واقعا همش هم از دله، خیلی ایران من دوست دارم، فرهنگش رو، مردمش رو، موسیقیش رو، چی بگم، حماسه هاش رو، غزل هاش رو، معماریش رو، همش عاشق وطنم هستم. اصلا همه توانمندیتون از اون مملکت و سرچشمش اونجاست. درود بر شما. و اجداد ما گفت هزاران تن از اجداد من و شما استخوان‌هاش در ایران به خاک رفته. این مایه بی توجهی توانمندان ایرانی خیلی خیلی باعث تعجب واقعا. من نمیدونم چه بگم آقای فروزنده، ولی راهش این است که یک کنگره ملی از همین آدم‌های مثل خود بنده و شما که دلی برای ایران سوخته دارند، در واقع در اروپا و آمریکا و سایر جاها بایستی تشکیل بشود و بعد در واقع آمال سیاسیش رو، آرزوهاش رو آرام آرام پیش برود تا جایی که اونقدر قوت بگیری که بتواند که آلترناتیوی برای این رژیم باشه. اگر رژیم سقوط کرد باید دچار خلأ نشم و یه مسلسل چی باز نریزن. کی باید قدم بذاره جلو؟ آقایانی که در کار سیاست هستن، مثل همین شاهزاده رضا پهلوی و هر سبت که بقیه گروه ها. اگر همین شاهزاده رضا پهلوی، چون شما طرفدار سلطنت نیستی، اتفاقا برعکسه، اتفاقا برعکسه، اشتباه، نه شما طرفدار بازگشت پادشاهی به ایران نیستید. بله، من اتفاقا برای نهاد پادشاهی در مملکت بسیار بسیار احترام قائلم و بارها به کرات و مرات عرض کردم زیباترین نوع حکومت برای مملکت ما همون پادشاهی مشروطه بوده. به جهتی ما ایرانیان اصولا اشرافیت رو تحسین میکنیم، دوست داریم، آقا دوست داریم، رسومات رو، رسم رو دوست داریم، سنت های والا رو دوست داریم. انگلیس هم دوست دارن. بله چی دوست دارن؟ بله بله. بنابراین این سیستم پادشاهی مشروطه، اگر این پادشاه خودشون احترام خودشون رو نگه نداشتن، این شاهان نمیبایستی به کار ملت دخالت میکردن و سر جای خود مینشستن و دیکتاتور نمیشدن. اینها بود. حالا که رفته بود دیگه فکر نمیکنم بازگشتش که من خیلی کم میبینم. بسیار. من بر اساس اون استنباطم از صحبت‌های شما و عدم احتمال بازگشت پادشاهی، میبینم که شما طرفدار نظام پادشاهی نیستید، یعنی طرفدار استقرار یه نوع جمهوری در ایران. بله بله درسته. بله بنده مثل شما هستم. بله بنده طرفدار استقرار جمهوری هستم. حالا با اینکه هر دوی ما طرفدار استقرار جمهوری هستیم در کشورمون، این جمهوری در واقع واقعا مثل چیز عجیب غریبی هم نیست، در حد هند هم داشته باشیم که خیلی قویه ما راضی هستیم، در حد ترکیه هم داشته باشیم قاضی. آقا شما هند رو خیلی دست کم گرفتید. نه نگرفتم آقا، حالا نریم سر هند. بله بفرمایید. بفرمایید مغولستان. بفرمایید مغولستان. نه اجازه بدید که تو این رو ملتمون نکنیم، ما خیلی بالاتر از مغولستان میتونیم. نه به لحاظ ظرفیت ایجاد دموکراسی عرض میکنیم. سوال من اینه، بله اگر همین شاهزاده رضا پهلوی پیش قدم بشه برای تشکیل یک کنگره ملی، بله از جناب عالی به عنوان یک ایرانی و از بنده به عنوان یک ایرانی دعوت بکنه، بله شما شرکت میکنید؟ 100 درصد. بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر. بله خب این قدم مثبته. بله ما مشکلی نداریم آقا، ما هیچ مشکلی نداریم. من احترام دارم برای این خانواده، شخصی ما چیزی رو نداریم. مردم ما شما امروز خیلی چیزا رو حل کردین. چه چیزی رو حل کردین؟ خیلی چیزا رو حل کردید، بعد رو واکنش‌های برنامه خودتون متوجه میشید. من لازم نیست توضیح بدم، یعنی شما خیلی نکاتی رو مطرح کردید تو این برنامه که امیدوار هستم ببینید ما بسیار نکات مثبت است. مطلق با قضایای سیاسی و اجتماعی برخورد شخصی مطلق نباید باشه. ببینید یعنی من به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک سمبولی نگاه میکنم که مجموعه ارتباطاتش، ویژگی های فردیش، تسلطش به زبان های خارجی و در این مرحله از مبارزه‌ای که ما هستیم
یک دارایی سیاسیه و باید ازش استفاده کرد. ابسولوت. درست میگم؟ درست بله. یعنی اگر شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه آقا طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر من دعوت میکنم یک کنگره‌ای 3 روز در فلان جا تشکیل میشه، بیایید بشینید با هم صحبت بکنیم، بنده میرم میشینم صحبت گوش میکنم. یه چیزی بگم، یه کاستی های فرهنگی هم ما داریم آقای فروزن. یکیش نبود ارتباط، کامیونیکیشن. ما خیلی با هم کامیونیکیشن نداریم، خیلی ضعیفه. با ارتباط خیلی چیزا حل میشه. درست. با سخن گفتن، با گفتگو. ببینید مثلا این گروه برادران مجاهد ما با هیچ کی گفتگو مطلق ندارن. برادران سلطنت طلب ما با هیچ کی گفتگو نمیکنن، یعنی با کسی که به گونه دیگر میاندیشه گفتگو نمیکنن. این است که ما باید یاد بگیریم این ارتباطات نزدیک رو برقرار بکنیم، چون ما انسان هستیم و ویژگی در واقع انسان بودن ما بیشتر در اندیشه و عقل ماست. ما میتونیم خیلی مشکلات رو با گفتگو حل بکنیم. یه دی نشستن بد و بیرا، نمیدونم اهانت و فحاشی و اینجور چیزها، مثل که این شده زبان سیاسی متاسفانه. نباید اینجور باشه، در حالی که با نشست و گفتگو خیلی مشکلات رو میشه حل کرد. من موافقم با شما در این امر. اگر ایشان در واقع بشن، ایشون تا به امروز یک بیزنسمن بوده که گاهی حرفای سیاسی میزده، اما اگه به جد بخواد که کار سیاسی انجام بده، اون موقع بایستی که در واقع تداوم داشته باشه، نه که یه اطلاعیه پخش کنیم بعد دوباره یک سال و نیم بعد. اگر ایشون بیاد پیشنهاد بکنه تشکیل یک کنگره ملی رو، خودشو متعهد میکنه. بله، درود بر شما. یعنی از این مرحله خارج میشه. بله، بایستی ما نیازمند یک کنگره ملی خارج کشور هستیم که گروه‌های مختلف مبتنی بر مشترکات با حفظ اختلافات نظر، به شرطی که واقعا نظری باشه، نه با سیانت از دروغ. آقا من نظرمی هست که ایران سوسیال دموکراسی باید باشه، مثلا عرض میکنم. شما نظرتون هست که پادشاهی مشروطه باشه، بسیار عالی، چشکاری نداره. آقا اول به ازدار ما این مملکت رو داشته باشیم، یک فضایی برای اظهار نظر پیدا بکنیم، اونجا با هم از طریق سخن و استدلال و حرف و گفتگو باید مردم رو قانع بکنیم به ما رأی بدن. این طریق مدنیه، درست قربان؟ کاملا. تا با نبود چنین فضایی ما کاری نمیشیم انجام. بینندگان ارجمند به پیام‌های بازرگانی تلویزیون توجه می‌کنید. برمیگردیم، خط‌های تلفن رو در دقایق باقی مانده باز می‌کنیم تا نظر شما یا پرسش شما رو از جناب بهرام مشیری هم داشته باشید. با ما باشید. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه امروز که در خدمت جناب بهرام مشیری هستیم، خط‌های تلفن تلویزیون رو از اتاق فرمان می‌خوام که باز بکنن، روی صفحه بگذارن تا بینندگانی که پرسشی از جناب بهرام مشیری یا بنده دارن، فرق نمی‌کنه، پرسش خودشون رو از میهمان گرانقدر من مطرح بکنن. اجازه فرمایید آقای مشیری که اولین خط رو بگیرید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید آقا. میتونم جناب آقای مهندس و شما خواهش کنم ازتون هر چه زودتر این ایده رو اعلام بکنید و من به شخص مهندس برام توسط سکرتارشون خانم افشار میشناسن در واشنگتن ویرجینیا مریلند از نظر خرج، از نظر جا مکان اعلام کردن، نوشتن، دعوت کردن، من نهایت آمادگی رو دارم و زودتر دیگه 30 سال بسه، هر چه زودتر انجامش بدید. و آقای شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان یه شهر، به عنوان یه ایرانی و در فردای ایران تعیین میشه که چی بشه و چه حکومتی چی باشه، فقط رعایت حقوق بشر. سپاسگزارم، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم. آقا سلام علیکم. سلام قربان، بفرمایید. آقا معذرت میخوام، من از آلمان زنگ میزنم، فقط یه موردی میخوام به شما بگم. بفرمایید. من خیلی دوست دارم الان که آقای مشیری و فروزنده صحبت میکنن، من رو خط نگه دارید، نوبتم شد بذارید من صحبت کنم. صحبتتون رو بفرمایید آقا، رو خطید شما. خب میگم قطعش نکنید. نه اگه لازم شد قطعتون میکنم، به من نگید که چیکار بکنم. چیکار میگم؟ خواهش میکنم، نگفتم قطع نکنید. ببخشید آقا، صحبتتون رو بفرمایید، وقت من کمه. من منظورم اینه که این آقای مشیری در خصوص یکی از آغاز صحبتش حضرت اول به رضا شاه حمله کرد که این استبداد داشت و فلان کرد اینا. من چون هم شهری همین آقای مشیری هستم، سنم 12 سال ازش بیشترم هست، مدرسه ای که اون رفت درس خون میدونم و من میخوام بگم آقای محترم، اگر در مسجد سلیمان چون ابوالقاسم بختیار
اومد یاغی شد، چه فردی باید جلوشی میگرفت؟ آیا اگر میکشتنش گرفتنش استبداد بود؟ خیلی متشکرم، مرسی. بینندگان عزیز، با توجه به محدودیت وقت، چون مباحثی که آقای مشیری در مورد تاریخ مطرح کردند، ایشون برنامه خودشون هست، شیوه ارتباط خودشون بله. هست، میشه اینا رو مطرح کرد. توجه کنید یک اتفاق جالب در این برنامه افتاد. آقای مشیری که همه ما میدونیم به علت استبدادی که معتقدند دوران پهلوی داشته، رضا شاه و محمد رضا شاه با اون مخالف هستند و به دفعات در برنامه هاشون دلائل وضعیت کنونی ایران رو مرتبط با اون استبداد دونستن و صحبت کردن، امروز در این برنامه اعلام کردن که آقا ما نیاز داریم که گرد هم بیایم، شرایط بسیار حساسه، و گفتن اگر بر مبنای اعلام جرمی که شاهزاده رضا پهلوی، من امیدوارم شاهزاده رضا پهلوی این برنامه رو ببینه، بر مبنای اعلام جرمی که شاهزاده رضا پهلوی میخواد علیه آقای علی خامنه‌ای بکنه، ضرورت یک تشکیل کنگره ملی رو از ایرانی ها حس میکنند، و اگر شاهزاده رضا پهلوی بر محور اعلامیه جهانی حقوق بشر از ایرانی ها دعوت بکنه، یکی از ایرانی هایی که حتما در این کنگره شرکت میکنه ایشون. درسته؟ بله بله. من خواهش میکنم برنگردیم به دوران رضا شاه و محمد رضا شاه. ولی جوابشون خواهم داد که بفرمایید. بله ببینید که اون هموطن محترمی که زنگ زدن خیلی سپاسگزارم که اعلام آمادگی کردن. هر موقع سخن از این هست که یک کاری انجام بشه، صدها تلفن به مخلص میشه که ما آماده ایم و درست میگن. در باب اون عزیز که زنگ زدن، عزیز من، موضوع استبداد رو شما به ابوالقاسم بختیاری، ابوالقاسم خان چه ارتباطی داره؟ در هر مملکتی ممکنه یاغی پیدا بشه، در هر مخالف پیدا بشه. صحبت من این هست که بایستی طریق قانون و طریق مشروطه و طریق مجلس و روزنامه ها و آزادی خواهان و روشنفکران مملکت نمیبایستی زیر فشار تعطیل میشد. این نهادها تعطیل شد، ما به اینجا رسیدیم. هیچ کشوری رو من نمی‌شناسم که در ظرف یک قرن دو بار انقلاب کرده باشه برای آزادی. اصلا نیازی به انقلاب 57 نبود. همون قانون مشروطه، همون سیستم پادشاهی مشروطه بسیار بسیار زیبا عمل می‌کرد. اگر اینکه واقعا حاکمیت دست مردم بود و قانون بود، اصلا حرف من این هست عزیزم. متشکرم. بینندگان عزیز، محور پرسش و پاسخمون حول مسئله‌ای که مطرح شد از سوی آقای مشیری، یعنی ضرورت تشکیل کنگره ملی باید باشه. بفرمایید خواهش میکنم. الو، آیا آیفون زنده؟ بله بفرمایید. هم بفرمایید. خواهش میکنم. من یه چیز رو تجربه رو میخواستم به خدمتون عرض کنم از خودم. من گاهن میرم به این دفعه پارکای امریکایی. اگر شما رفع باشید این رو متوجه میشید. اونجا ها بسلا یه چیز قسمتی هست که یه سری مارهای پلاستیکی سرشون از یه سوراخی در میارن و یه بسیار امریکایی هم دیدن یه چند تا چکش میخورن، چکش ها دستشون، نه حواسشون هم جمعه تا این ماره سرش از تو سوراخ داره و فوری میکنن تو مغزش، یعنی چارباند حواسشون جمع این هستش که بسیار این کار رو بکنن. من نظرم این که در موقعیت سیاسی ایران که استعمار خیلی قویست و کشور ما خیلی ضعیفه، افرادی مثل آقای مسعود رجبی، افرادی مثل آقای رضا پهلوی، افرادی مثل آقای مشیری اگر بیان جمع بشن و بخوان سری در بیارن، همینطوری که تو ایران مردم چکش ها دستشونه و دائم تو سر آخونده بذارن، ما باید این چکش ها دستمون باشه و تو سر این افراد ببینیم که سرشون رو میارن بالا علم بشن، چون به من حسن که علم بشن میشن احمد شاقی ایران بیرن زیر چکره اتمار موقعیت هم فراهم میکنه، ایران هم میفروشن. مبارزه باید در کنار هم به صورت و افقی صورت بگیره که الان میگیره شما نمیبینید یا چشم دیدنشو ندارید. مبارزه نباید عمودی باشه که همه سوار هم بشن رأس هرم بشه، یا مثل آقای رضا پهلوی یا مسعود رجبی یا که آقای مشیری، در کنار هم مبارزه رو صورت میگیره. ایرانی های خارج از کشورم خیلی خوب دارن عمل میکنن، مبارزه میکنن، داخل هم دارن عمل میکنن. این برنامه های شما نه کارسازی داره نه راه حل و گفت هیچ مشکلی دارم حل نخواهد. متشکرم آقا، فرمایید شما جوابشونو بدم. ایشون اجازه بدین جوابشونو بدم. زحمت کشیدن زنگ زدم، بالاخره باید حرفشونو بزنن. ایشون
دو تا مغالطه مصادره به مطلوب کرد، هر دوش. یعنی اول یک فرضی رو از قرار میده، بعد بر مبنای صحبت میکنه. آقا چیزی که اتفاق نیفتاده، کی به شما گفت اگر مشیری یا رضا پهلوی یا چیز شد میمیرن نوکر خارجی میشن مملکتون؟ این صحبت های باطله واقعا. چه استدلالتون خیلی خیلی فاسد بود دوست عزیز. این چه حرفی بود؟ داری بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. بر شما درود بر احترام مشیری. درود بر شما. نکته کوتاهی عرض کنم خدمتتون. درستیشون درستی فرمان رابطه علت معلول کازن افکت. ما باید تاریخ رو یک روزی پیوسته ببینیم تا بدونیم که چه شد که این گونه شد. چرا از نتیجه دیکتاتوری وابسته زمان محمد رضا شاه رسیدیم به خمینی؟ این فرزند باهر معروف حلال اون سیستم دیکتاتوری. ولی دیکتاتوری جنبه دیگری داره به نام وابستگی، که اون جنبه وحشتناک و خطرناکشه. وگرنه یک دیکتاتور غیر وابسته که کم تو دنیا پیدا میشه، معمولا دیکتاتور از اجنبی دستور میگیره که دیکتاتور میشه. میتونه اگه غیر وابسته باشه یک در هزار میتونه کمکی شاید به کشور در دوران کوتاهی بکنه. ولی چیزی که من متعجب کرد، گفتمان سیاسی پشتش همیشه یک ماجرای دیگه معنا پشتشه. موقعی که کسی میاد و میگه بر علیه شخص خامنه ای اعلام جنگ بکنیم، معنیش اینه که بر علیه جمهوری اسلامی رو فراموش کنیم. رفسنجانی ها و آدم خوران و سیستم وحشتوار جنایتوار و وابسته به اجنبی جمهوری اسلامی رو فراموش کنیم، این مدرک رو فقط بگیریم و به قول مفهوم. من فکر کنم این خط مبحثه. من تعجب کردم که جناب مشیری که سر استقلال که اول میاد به بعد آزادی به بعد عدالت اجتماعی، ایشون یه مقدار جریان رو شاید به بعد نفرمودن. فرخواستم جوابی اگه دارن ایشون، اجزه بده من جوابشون رو عرض کنم. عزیزم استبداد الزامن از خارج دستور نمیگیره. ما نشدیدیم که استالین از خارج دستور میگرفت یا هیتلر از خارج دستور میگرفت. بعض از مستبدین وابسته هستن، اما همه مستبدین که جز نیستن. یعنی این استدلال خطاست. و یک نکتهی در حرفشون البته بود، یعنی این که اگر که این بدون معنی است که جمهوری اسلامی و نظام اسلامی چیز خوبی است و این آقای علی خامنه‌ای فاسد است، البته این غلط اشتباه است. کلیت این نظام بایستی تشریف ببرد. کلیتش یعنی با قانون اساسی است و کل ملایان از صحنه سیاست باید کنار. یعنی جدا ساختن دین از سیاست، این بزرگترین در واقع هدفی است که باید مردم ایران در راه داشته باشن. ادیان آزاد، هر کسی به خودش اجتماع، ولی در کار سیاست دین نمیتونه دخالت. اشتباه این بیننده در برداشت این است که جمهوری اسلامی رو که نمیشد ببرید به دادگاه. بله، اینکه اقدام به نظر شما باید یه فرد رو بگیرید. بله. و اون سمبل نظام گرفتن دارم. بله. معرفیش میکنم. بله. به دادگاه کارش مثبت بوده. آقا خواهش آزاده کارش مثبت بوده. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. آقا من از ایران هم یه ساعتی تخواهید میشین و صحبت بکنم الان قطع میشین. بفرمایید آقا، صحبتتون رو بفرمایید. الو؟ الو؟ الو سلام آقا. آقای فروزنده سلام قربان، حرفتون رو بزنید. درود بر شما آقای فروزنده. ببینید شما میگید ایران ایران ایران. بله. الان شما یک ساعت شما دو نفر به اضافه خارج نشین ها ایران. آقا از ایران هم بذارید یه نفر صحبت. آقا صحبتتون رو بفرمایید. فرمایشتونو بگم. آقای فروزنده من خود منو میشناسید، من عظیم‌زاده هستم از ایران. بله آقای عزیز. ببینید شما میگین شعور جمعی، و با چشمای خودتون این شعور جمعی را در ایران دیدید. دیدید که ملت ایران به جامعه مدنی آقای خاتمی 22 میلیون رای داد. وقتی جامعه مدنی شد مردم سالاری اسلامی با کله دادنش زمین، الان زندان هم خودش هم نوعی زندان آقای خاتمی. این یک مطلب. مطلب دوم، شما باز میدونید آقایون روحانیت 1400 سال از یزید بعد و از امام حسین خوب گفتن تا تونستن به نتیجه برسن. منم میگم به شما تا زمانی که شما مصدقی از شاه بد و از مصدقی خوب، شاهی از مصدقی بد و مصدقی از شاهی بد، اعلام میکنم 1400 سال شما باید اونجا درجه بزنید. خیلی متشکرم، مرسی. ببینید عقل درست گفتن.
در خرد جمعی جامعه معمولا اشتباه نمی کنه. این مغالطه هم هست که مردم ایران برای اسلام انقلاب کردن. آقا چنین نبود. چه کسی برای اسلام؟ آخه چه کسی آمد به دست شعارش نمیشه ما نماز و روزه کم داریم یا حج کم میرویم یا نمیدونم مراسم و مناسک دینمان کمه؟ برای آزادی بود. اتفاقا میخوام به شما این را عرض کنم که در انقلاب مشروطه با فرقی که بود و در انقلاب 57 که وضع بد نبود، هیچ ما شعار اقتصادی نمیبینیم که ما برای نان یا برای کار، بیشتر برای اخوت، برای عدالت، برای مساوات، اینا شعارهای دو تا انقلاب بود در ابتدا. بعد که از نبود در واقع رهبران سیاسی در مملکت اندکی پیش آمدیم در انقلاب، دیدیم که یک مرتبه سرکله خمینی پیدا شد. من از ابتدا، خب شما هم همین در ایران تشکیل داشتید، میبینید که انقلاب برای چه بود؟ برای اسلام نبود. بنابراین این که ما تصور کنیم مردم ما، بعضی کسان میگویند که اشتباه کردن به خیابان آمدن، چنین نبوده. مردمی بودن در واقع خسته شده بودن از یک سیستمی، خواستن چیز بهتری دست پیدا کنن، ابزار و وسایلش در دست نبود و اونم بنیادهای سیاسی بود. بفرمایید، خواهش میکنم. من 10 دقیقه از رو خطم آقای فروزنده. بله نوبتتونه، بفرمایید. من فقط میخواستم بگم مرسی از آقای مشیری که این پیشنهاد کردن. من از اروپا زنگ میزنم و اگر همچی چیزی باشه، من به عنوان یک زن ایرونی که نصف خانوادهش از دست داده تو این رژیم، میخوام جزی از اونا باشم. سپاسگزارم خانم، مرسی. ممنون ازتون که همچین پیشنهاد زیبایی رو کردین آقای مشیری. خواهش میکنم. خارج از همشهری بودن، من به شما به عنوان یه ایرونی افتخار میکنم از تمام کلامتون. درود بر شما. چه مخالف چه هرچی که هر، یعنی تمام کلام شما، من فکر میکنم از نصف جمعیت ایران لذت میبرم. زنده باشین عزیزم، ممنونم از شما. ممنون ازتون و سپاسگزارم از آقای فروزنده با برنامه های زیباشون. خیلی ممنون. آقای فروزنده یه نکته هم بگم. حقیقتاً ما در فضا حس میکنیم، در برخوردها میفهمیم که این جامعه ایران خارج کشور این نیاز رو کاملا حس کرده که چاره ای نیست جز این که خارج کشورها با همه اختلافی که در عقاید دارن کنار هم جمع بشن. این نیاز رو من میبینم که خیلی خیلی محسوس بوده، به خصوص در این یک سال گذشته. بفرمایید، خواهش میکنم. الو سلام آقای فروزنده. بله خانم. سلام، من از تهران تلفن میزنم. بفرمایید خانم. بله من میخواستم خدمت آقای مشیری سلام دارم و میخواستم یه سوال از خدمتشون دارم. با تمام احترامی که برای دانششون قائل هستم، ایشون توی برنامه هاشون چند بار از آیت الله کاشانی بد گفتن، گفتن آخوند متحجر یه چنینه چنانه، ولی امشب نیست که یه جور دیگه صحبت میکردن، یعنی میگفتن که دانششون اینجوری بوده اینطوری بوده اینطوری بوده. ایشون پدر بزرگ من هستن، من میخواستم بیشتر بشناسم پدر بزرگم از طریق آقای مشیری. خیلی متشکرم. باش بفرمید. ببینید زندگی یک شخص بوتای مختلف داره. در اون مقطعی که آیت الله کاشانی در مجلس بود و عرض میکنم به احترامش میایستادند و اینها، یک مرد بسیار محترمی بود. من در اون مقطع زندگیش اشاره به اون مقطع بود و بعد کارهایی که کرده بود، عرض کنم که در راه در واقع اهداف ملی کوشیده بود. اون مقطع رو عرض کردم که اگر پیشنهاد نخست وزیر میشد خنده دار بود. در مقابل وقتی به کودتا رسیدیم، ایشون البته پشت به ملیون کرد، پشت به نظرت ملی کرد، پول گرفت از CIA. روز بعد از و رفت در یک مصاحبه با الاهرام گفت دکتر مصدق رو باید به دار کشید، همین آقای آیت الله کاشانی. و بعد روز بعدش پادشاه سابق با زاهدی که رئیس کودتاچیان بود رفتن منزل ایشون، یه مبلغ پولم گویا الازد زیر دوشک ایشون گذاشتن. من از اون بخشی صحبت میکنم که هنوز این کارها نشده بود. عرضم این بود که در اون مقطعی که ایشون در مجلس بود و مبارز بود و مردم به او احترام داشتن، اگر پیشنهاد نخست وزیرش میره مردم میخندیدن، چون آخوند رو به حکومت مشروع نمیدانستن. سخن من این بود دوست گرامی عزیزم. بله آقای مشیری، چه بکنیم با این وضعیتی که در تلفن ها هست، حساسیتی که این بحث باز کرد،
من فکر می‌کنم در آینده نزدیک باز باید شما رو داشته باشیم در مورد در خدمتتون هستم و گفتگو بکنیم. یک چیز رو من میخوام اجازه بدین جونم. بینندگان عزیز از شما خداحافظی نمی کنم، مجبوریم شما رو ترک کنیم برای خلاصه خبرها. شاید بتوانیم این گفتگو رو مدتش رو بیشتر بکنیم، بنابراین اگر بعد از خبرها ما برگشتیم معنیش اینه که من این موفقیت پیدا کردم. روی خطها بمونید به مدت 3 دقیقه تا بعد از خلاصه خبرهای ساعت ببینم که میتونیم در خدمتون باشیم یا خیر. مرسی.